بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشید. امروز چهارشنبه 14 تیر ماه 1396 و برابر است با 5 جولای سال 2017 میلادی. دوشنبه هم ما برنامه نداشتیم و مطمئنم شما بعضیاتون از این لحاظ خیلی راحت بودید و هر فیلمی رو دوست داشتید نشستید نگاه کردید، تلویزیون‌های جدیدی پیدا کردید و به ما هم معرفی خواهید کرد. و اما اجازه بدید که ما این صفحه فیسبوک خودمون رو با دوستانی هم که روی مردم تیوی، فیسبوک مردم تیوی ما رو می‌بینن، به اصطلاح شیر کنیم، سهیم بشیم و با هم برنامه امروز رو اجرا کنیم. سوربی با مردم برنامه هست که از واشنگتن، از ویرجینیا بغل واشنگتن به شما تقدیم میشه. امیدوارم مورد پسند واقع بشه و اگر مورد پسندتون واقع نشد به دلیل اینکه مخالف هستید، با شماره تلفنی که زیر صفحه میاد 202-695-2573 این تماس بگیرید، پیام بذارید، مهمون برنامه ما بشید. مهمون بارها توضیح دادم مثل نفس، مثل اکسیژن، وجودش لازمه، وجودش خیلی خوبه، ولی اگر نگهش داشتید داخل بدن میکشته. اینو برای آقای جاوید شهافر میگم که هی میگه آقا منو دعوت کن، آقا من میخوام بیام مهمونی. دوست عزیز، نمیشه، اینجوری کار نمیکنه. و ما یه دوستی داریم هر جا میره یه دفعه وسط مهمونی یقه یه نفر میگیره، میگه شما چرا ما رو دعوت نمیکنی؟ بنده خدا اصلا از خودش خجالت میکشه، بعد میگه مثلا آقا من مشکل داشتم، پدرم مرده، مادرم مرده، سفر بودم، خونمون اینجوری بوده و اینها. بالاخره اینم یک حرکت زشتی هست که بعضی از ایرانی های عزیز انجام میدن. و اما امروز 5 جولای 2017 است و ما کجا هستیم؟ USA. این برنامه رو شما از تلویزیون مردم هم میتونید ببینید، از یوتیوب و از فیسبوک هم میتونید ببینید، جای دیگه هم ممنون. مثلا یکی از دوستان گفت آقا اشکالی نداره که من ویدیو شما رو بذارم رو تلگرام. گفتم نه آقا اشکال چیه، ما خیلی هم خوشحال میشیم. اتفاقا به دوستان هی گفتیم. خب ممنونم، دوستان عزیز آمدن. آقای سعید کاووسی هم اینجا هست و بهش سلام میکنم. امیدوارم ایشونم یک ویدیوهای رو هفتگی درست کنه و برای ما بفرسته، ما براتون پخش کنیم. نه از اون ویدیوهایی که پشت فرمون میشینی برای اون آقای خلوچل تو بوستون میفرستادی، اونا فایده نداره، اونا نشون میده شما برای وقت مردم و برای مردم ارزش قائل نیستید. حالا وایستادید تازه لوت کردید زدید کنار جاده، 10 دقیقه برای اینا صحبت میکنید، باید برنامه بذارید، باید بشینی بنویسی. و اما بشینی بنویسی برنامه بذاری میشه یه برنامه مثل این ویدیوهایی که خانم فرنوش عقیلی ارسال میکند. اجازه بدید که من بیارم و به شما نشون بدم، چند دقیقه با ایشون باشیم در حد خودش. خبرایی رو که دوست داره، خبرایی رو که براش مهمه میاد میخونه برای شما، مرجعش رو میگه، نظر خودش رو هم میگه. من از این بابت از ایشون ممنونم و شما هم میتونید تشکر کنید با ایمیلی که حالا در حین پخش ویدیوی ایشون براتون میذارم. کجا؟ زیر صفحه این ویدیو. اجازه بدید یک لحظه، ما یه روز که تعطیل میشیم بدن تنبل میشه و دیگه نمیدونیم کجا هستیم، چه کار میکنیم و یک کمی به اصطلاح disoriented میشیم. درست میگم؟ بله. این تصویر زیبای خانم فرنوش عقیل. و اما ما ایمیل ایشون رو هم براتون بیاریم. ایمیل ایشون یک کمی مشکله، مثلا عقیلی رو با 2 تا آی نوشته یه جورایی. بذارید اونم اول پیدا کنم. یه ایمیلای دوستان درست کنید که یک بار که میگید طرف به خاطر بسپاره.
من به هر کی میگم usa.sorbi@gmail.com داره مینویسه، پارش میکنه، میگه اصلا نوشتن احتیاج نیست. حالا بعضیا میگه آقا بنویس مثلا، حالا کاووس سعید کاووسی چون دوستمونه میگم، آقا بنویس سعید کاووسی، ولی سعید من با سعیدای دیگه فرق میکنه. بنویس S A A D کاووسی من با کاووسی های دیگه فرق میکنه. بنویس K A V O O O O O O O O O underline O O O O O. طرف میگه آقا مسخره اون کردی. البته کاووسی خیلی ایمیل ساده و خوبه، تا میزنیم پیدا میشه. ولی بذارید ایمیل خانم فرنوش عقیلی رو هم برای شما بنویسم اینجا و از شما خواهش کنم که مستقیم با خود ایشون تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید. خانم نیر ایروانی ممنون از ایشون، گفته بود که از قول من سلام به این بانوی جوان برسون و ازش تشکر کن. ما هم سلام شما رو رسوندیم، هم به اصطلاح گفتیم که دوستان تشکر کردن و ایشون هم از شما تشکر کرد. حالا اجازه بدید که من ببینم چه باید کرد. کامرای 3 رو یا کامرای 2 رو بیاریم بذاریم با اوورلی 7. حالا زشت ما دیگه هنوز خودمون این کارا رو اینجا انجام بدیم، باید یه کسی بود، فریادرسی بود که نیست. خب حاضرید بریم به جایی که خانم فرنوش عقیلی نشستن در این مکان زیبا و برای شما برنامه اجرا میکنم. کامرای افکت 8 رفتم که رفتم. سلام عزیزان، فرنوش هستم. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و لحظات خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. بریم سراغ چند خبر از هرانا. رئیس سازمان پزشکی قانونی در خصوص آمار خودکشی در سال گذشته گفته که شیوع خودکشی در بین جوانان زیر 18 سال افزایش پیدا کرده که از انواع حلق‌آویز، مسمومیت، سلاح سخت، سوختگی و سقوط از ارتفاع از انواع خودکشی در بین جوانان هست. و خبر بعدی، متاسفانه دو زندانی در سالن ورزشی در قربت حیدریه در ملاء عام، یک زندانی در زندان قائم شهر و 7 زندانی در زندان رجایی شهر اعدام شدند. همچنین در شهرستان ملایر یک زندانی حکم شلاق داشته که در ملاء عام اجرا شده. و در خبر دیگر، از حکم قطع دست یک متهم به سرقت از منزل یک قاضی اجرا شده که متاسفانه واقعا در باوره که هنوز این احکام عهد عتیق و سنتی و بسیار زشت که حتی کنوانسیون بین المللی اونو آشکارا نقض کرده و مجازات غیر انسانی خداوند گفته که انجام نباید باشه در هیچ جای دنیا، اما در ایران متاسفانه همچنان این احکام اجرا میشه. من نمیدونم اگر قراره که مثلا نان بدوزه و دستش قطع بشه، چرا شما آقایان بزرگ که دوزی های کلان کلان میکنید دستشون قطع نمیشه؟ چرا همیشه باید مردم تاوان بدن؟ خانم فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران گفته که متاسفانه خانم‌های کارتون‌ها بعد از زایمان فرزندان خودشون رو به بیمارستان‌های جنوب شهر در مرکز شهر می‌برن و به قیمت 100 تا 200 هزار تومان نوزاد خودشون رو می‌فروشن و آمار فروش نوزاد بسیار 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 در ایران افزایش پیدا کرده. آمار فروش اعضای بدن، کلیه، چشم، قرنیه، هر جایی از بدنشون اونجا که بتونن برای درآمد زندگیشون و برای رفع مشکلاتشون خودشون رو میفروشن به انواع مختلف. و باز هم مجروحیت 4 پولبر و مرگ 1 پولبر بر اثر جراحات شدید متاسفانه. در مناطق مرزی ارومیه دست کم 4 پولبر در اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی مجروح شدن و یک پولبر سردشتی که هم یک هفته پس از زخمی شدن جان خودش رو از دست داد. پولبران عزیزی که برای نان جان می‌دهند.
خبرگزاری ایلنا گفته که 62% معتادان کشور متأهلین، 20% معتادان تحصیل کرده و 10% اونها رو زنان تشکیل میده. ایران فنا شد. رادیو زمانه گفته که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی گفته که در ایران زندانی سیاسی نداریم. قبلا آقای ظریف هم گفته بود که زندانی سیاسی نداریم. آزادی بیان و آزادی اجتماعی رو از برکات انقلاب اسلامی خوب دانسته و گفته که باید از این آزادی پاسداری کنیم. واقعا جالبه اینا دارن از منافع خودشون که برای چپاول و قارت بیشتر هست محافظت میکنن. حرفی نمیتونم بزنم. روز روزگاران بر شما خوش. خب روز شما هم خوش، اوقات شما هم خوش. دوستان اون صدایی که در برنامه های خانم فرنوش میشنوید صدای هوای موجود در اون فضاست و ایشون چون با تلفنش فیلم برداری میکنه، یادتون باش تلفن ها میکروفونشون و اسپیکرشون یا به قول ما ایرانی ها بلندگو زیرش قرار گرفته. حتی به اصطلاح تبلیغ های چیزی هم مسخره هم درست کردن که مسخره میکرد. اون سامسونگ گفت که چقدر صدات خوبه، یعنی چیز به سامسونگ گفت چقدر صدات خوبه، آیفون گفت برای که من میکروفونم اینجاست، اسپیکرم هم اینجاست. گفت میکروفون و اسپیکر تو کجاست؟ گفت نشستم روش. حالا اینا همه راه داره. اولا اگه این تکون میخوره به نظر میرسه که این دوستمون یه نفر داره کمکش میکنه برای که اون خسته نشه. پس تصویرم تکون نخوره، شما اونو قشنگ یه جایی مستقر کن که تکون نخوره. با کتاب، با چیز، با یه چیزایی هست 99 سنت میخری تو آمریکا، اینا رو ایبی هست. و اما برای صدا، دوستان اگه یه جایی نشستی که صدای پنکی بود، صدای رفت آمدی بود و این میکروفون شما که اینجا هست ته دوربینه ته تلفنتون به اونها نزدیکتره تا به شما، خیلی ساده است. یه دونه کاغذ، یه دونه مقوا، یه دونه کارت بیزینس بردارید اینجوری بچسبونید با یه چسب پشت تلفنتون، اینو بندش کنید. بند کردن یعنی خمش کنید. اینو اینجوری خم کن. حتی اگه خم نکنید با سطحی رو که صدای شما رو میگیره بیشتر از اینایی که پشت سرتونن. ولی اگر بیای اینجا و اینو یه اینجوری خم کنی بگیری با چسب بچسبونی این پشت، چه شود؟ یعنی شما به صدا میدونید تو قانون فیزیک هم اینجوره، وقتی شما حرف میزنید این باز میشه، به خاطر همین ضعیف میشه، هی بزرگتر میشه. هر چی بزرگتر میشه یادتون باشه ضعیفتر میشه انسان. ببینید بزرگ میشه، پیر میشه، ضعیف میشه. اون وقت صدای شما وقتی میرسه به این میگیره میدتش به این. پس چیکار کنید؟ استفاده کنید. حالا ما اگر کسی پشت دوربینتون هست، بارها گفتیم یه بار دیگه هم میگیم، چون شما دوربینو اینجوری میگیری به طرف بگید دستشو اینجوری بگیره. دستشو که اینجوری میگیره این میشه همون کاغذ، همون مقواس، صدای شما میرسه به این. از این بهتر اینه که یه دونه میکروفون وایرلس بدون سیم بگیرید به یقه خودتون بزنید بره به اون، یا حتی اگه سیم داشته باشه، حالا سیم هم اگه داشته باشه میتونید از داخل لباس رد کنید از اون زیر بره، معلوم نباشه. تازه حالا معلوم بشه، ما که برنامه‌مون خودمونیه. و اما این دوستان، من اینو 33 سال پیش در آلمان خریدم و هنوز کار میکنه، چون با سیستم سولار نور هست و نه باتری میخواد نه چیزی. اینجوری میکنم میذارم خاموش میشه، اینجوری میکنم تا نور میخوره بهش روشن میشه. و تا الان حساب ما رو به اصطلاح حساب و کتاب ما رو انجام داده و کارش هم درست. من امروز تازه متوجه شدم که ما روی نو لایو آن فیسبوک چرا قربون لایو هستیم. 2:10 یس وی آر
این دوستانم وقتی که مثلا یه چیزی می‌نویسن میگن که آقا برنامه زنده نداری، حالا کامپیوتر خودشون باید خاموش روشن بشه یا اینترنتشون قطعه فلان، بعد که وصل میشه دیگه زحمت نمیکشن بگن آقا حالا وصل شد من دارم. در هر صورت هم روی صفحه خودم شخصیم برنامه هست، هم روی مردم تیوی. و اما باز هم ممنون از خانم فرنوش عقیلی، اسم این برنامه هاشون هم هست ترامپت. ترامپت همون بوغی که میزنن و نمیدونم چرا ایشون اسمش رو گذاشته ترامپت، فکر کردیم یه مصاحبه‌ای با ایشون داشته باشیم و ازش بپرسیم. ولی دوستان ایمیل که می‌نویسی هم اولش که می‌خونن سلام به فوری بهت میگن علیک، دیگه نمیرن دنبالش که ما چی نوشتیم و اینها، و اینم کار بدیه به نظر من. می‌بینید یه جایی یه چیزی رو میس می‌کنید. اما درباره مهمان ما باشید و اینکه آقای شهافر، والله این آقای شهافر یه سری برنامه یا وقت از ما خرید و پدر ما را از چونه زدن در آورد. وقتی قبول کرد دوباره موقع پرداخت پدر ما را در آورد، به جای پول دلار آمریکایی پول استرالیایی داد. بعدم هر روز می‌نویسه آقا من که پول دادم. آقا پول دادی جنس بردی، حالا درست جنس ما مثل پرستو باد هواست، ولی شما وکیل هستی، قاضی هستی، من فکر نمی کنم اگه جنس نبرده بودی میذاشتی من یه شب اینجا آروم بخوابم. هنوز که هنوزه شما 10 دلار استرالیایی به من بدهکاری، بابت یک ماه هم 150 دلار استرالیایی بدهکاری. دیگه آقا نیزار شما ننویسی رو فیسبوک منم نمیام اینجوری آبرو تو ببرم. بعدم شما که ماشالله الان میخید خورده به چاه نفت به فخرآور، هرچی پول دست شماست دیگه برای این دهشای سنار گدابازی یا به قول تهرونی ها گدابازی در نیارید. ولی نه آقای شهافه، شما فیسبوک لایف تیوی داری، تیوی خودت داری، همه این کارا رو برو اونجا برنامه بذار. اونی که من میگم اگه مخالف منه، میخوام کسایی که صدا ندارن نگن آقا ببین هر کسی یه بلنگو گرفته دستش داره زرزر میکنه، به اونا بگم شما هم تشریف بیارید زرزر کنید. چی بگیم آخه به خدا. آره. و اما ترامپ در خارج از آمریکاست، خدایا هم اونجا نگهش دار. گفت آن سفر کرده که صد قافله دل نمیدونم دنبال هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش، این هر کجا هست همونجا نگه دارش. چی شد؟ چی شد؟ چرا اینجوری شدین؟ آها خب بله بله، آقای ترامپ رفته. حالا ببینیم اونجا تو این برنامه چیست، چه افتضاحی به بار خواهد آورد. تا جمعه فعلا صبر کنید و ببینیم کجا به کجاست، نقل کجاست. این 8 رو هم من براتون خاموش کنم، همین تا 7 بستمونه، 5 و 6 و 7. بله شماره تلفن دارین، ایمیل ننوشتم، خیلی ساده است، بهتون گفتم usa.sorbi@gmail.com. از این ساده تر info@mardomtv.com. اینم از این ماجرا. و اما ببینیم این آقای امید صدیقی میگه بابک هروی عشقی عشق. امید جان، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. بابک هروی چون این دوشنبه در آمریکا تعطیلات بود، 4-5 روز اصلا مثل بگی چی، اصلا مردم همه بیرون و تفریح و اینها برنامه نداشت، دوشنبه هفته آینده برنامه داره. وقتی ایشون برنامه داره بیا درباره برنامهش نظر بنویس، بیا درباره کتابش که احتمالاً نخریدی به نظر میرسه شما تو ایران هستی نظر بده و الی آخر. در صورت هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. دیدین دوستان بهتون گفتم اشکال از خود این سعید بود، نوشت log out and logged in no live I watch on mardomtv.com. آقا این چه حرفیه میزنی، اذیتمون میکنی، واسه ببینم چرا اینجوری شما ما رو سر کار گذاشتی. بیا با یا هم تو مردم تیوی هستیم، بیا شما هستی من نشونت بدم، بذار اذیت نکنید والا بلا. بیا اینجا میبینی این کمرای 2 داریم رو صفحه کامپیوترمون،
این سربی اینجا بفرمایید شونه بدم بذار اذیت نکنید والا بلا بیا اینجا ببینید این کمرای دو حالا این تو صفحه مردم تیوی بود درسته اینجا این سربی اینجا حالا ببرم تو صفحه سربی اینم تو صفحه سربی باز هستش حالا این تو صفحه مردم تیوی بود درسته اینجا سربی بفرمایید دیگه چی بگی هم این ور سربی او ور سربی ماشالله شدیم چوب دو سر طلا خب آهای معلم بعد یه شعری رو آقا شما هم عشقی خیلی ممنون ممنونم عزیزم اون کاری به اون چیزا نداره ما داریم میگیم که شما رعایت کن چرا ببین من اومدم اینجا که دو کلمه با هم حرف بزنیم وقتی من اینجا باشم شما از پشت شه اینجوری کنی خب حواس من پرت میشه دیگه ولی قشنگ بیا تو بگو آقا شما اینو گفتی دو دوتا 16 تا ما هرچی درس خوندیم دو دوتا میشه 4 تا مردم هم برای شما دست میزنه میگن آفرین به این جوان پیر شما که عکس هم فکر کنم نداری ما همه ایرانی ها میدونی قانون رو حسابی رعایت میکنیم هی با آخونده ها میگین پدر سوخته چرا قانون رو رعایت نمیکنی خودمون اولین کسی هستیم که میایم قانون فیسبوک رو رعایت نمی کنیم قانون ایمیل رو رعایت نمی کنیم و الی آخر برگردیم با معلم بعد آقای ترابی یه عکسی گذاشت و از من پرسید آقای سوربی شما که معلم بودی چرا اینا به اصطلاح چی میگن بذار من اینو خاموش کنم اسکایپ ویدیوی خانم فرنوش رو من از طریق اسکایپ میگیرم که با یوتیوب مشکلی نداشته باشیم بعد اسکایپ بعضی وقتا روشن که میشه خاموش نمیشه اون دکمه قرمز رو میزنی باز اون پایین نوشته کوید خلاصه روزگاری درست کردن که نگو و نپرس و میخواستم چی بهتون نشون بدم آها این عکس که آقای ترابی برای من فرستاده و من میخوام به آخونداب که برنامه رو نگاه میکنم بگم گوششون رو ببندن تا من و شما چند کلمه با هم خودمونی لوری صحبت کن اوکی. نگاه کنید دوستان این یه آقا پسر کوچولو و ناز یه دختر خانم کوچولو و ناز یه تو ایران نمیدونم به اینا چی میگن پلاکارت میگن بنر میگن نمیدونم هرچی که شما بگید رفتن درست کردن نوشتن ما چه بدی کردیم که در منطقه دیشمک توسط سرباز معلم با گازنبر و کابل تنبیه می شویم از مسئولین خواهان پیگیری می باشیم جمعی از دانش آموزان دبستان شیخ مفید لاوه باطل یا باقل یا هرچ دوستان تو رو خدا اگر با دیگران رو راست نیستید اقلن با خودتون رو راست باشید اینو بچه ها نشستن تو خونه شون درست کردن کاغذ به این بزرگی با این دستخط زرد قرمز و سفید و قرمز و مشکی و آبی و اسم اینجوری نوشتن و نمیدونم اینا یا بردن دادن به بابا و مامانشون درست کردن اگه دادن به بابا و مامان و اونا هزینه کردن یعنی بابا و مامان اینها آدم های باسوادی هستن برای اینا اینو نوشتن حالا شما از خودتون بپرسید اگه بچه تون بیاد خونه بگه معلم حالا یا سپاه دانش یا حالا اسمش گذاشتن سرباز معلم دست منو با گازنبر بدن منو با کابل زده شما میگه اوکی پسرم بیبریم بنر درست کنیم یا یه چوب ور میداری میری میزنی پدر این سرباز معلم آقای علی ترابی عزیز من دوستمون آقای علیرضا سلیمانی یه ویدیو گذاشته رو فیسبوکش حرفهای آقای ترامپ رو که قبل از انتخابات زده گذاشته حرفهای بعد تازه خودش هم نذاشته از یه برنامه آمریکایی In the now or in now یا این چیز اون وقت شما میای منویسی فیلمایی که آخوندا درست آخه یعنی چی آقای ترامپ آمد گفت که این ماجرای سپتامبر 11 کار
یعنی فلانی بوده و فلانی بوده و کاغذاش هست و اینها، چسبوندش به عربستان سعودی. بعدم راجع به کارهای دیگه گفت عربستان سعودی از ما سوء استفاده میکنه و پولش رو نمیده. حالا که رفت عربستان سعودی به خودش و به دخترش و به زنش و به نمیدونم شرکتاش پول دادن، خفه خون گرفت، اونجا گفت ایران. آخه عزیز من، شما مسیحی هستی؟ مگر نه اینکه مسیحی ها اگه دروغ بگن چی میشن؟ راستی مسیحی هم تقیه دارن، مسیحی هم اگه دروغ بگن خدا میبخشدشون. شما جز اون مسیحی هایی هستی که یه شنبه تا یه شنبه میری توی قوطی این دره رو میکشی، کانفشن بهش میگن، اقرار میکنی خدایا من دروغ گفتم منو ببخش، خدایا من فحش دادم منو ببخش، خدایا من دزدی کردم منو ببخش. جوک های بسیاری هست از اون نمیدونم زنه که رفت هی گفت خدایا من فلان کردم و نمیدونم. یز جناب صوبی عزیز، پیشنهاد میکنم برای برنامه‌تون هر بار موضوعی در نظر بگیرید. قربونت برم، شما اگر مهمان مایی تازه دل باش. اولا عنوان اصلی برنامه ما هست صوربی با مردم، یعنی یه ضیافتی دور هم نشستیم داریم صحبت میکنیم. بعد موضوع میخوای ترامپ در خارج از آمریکا، مجاهدین نمایش سالیانه خود را به نام گردهمایی بزرگ انجام دادن، سرمایه گذاری شرکت توتال فرانسه، مصاحبه بنی سعد، امید صدیقی ویدیو، اتفاقا اینجا نوشتم ویدیوی امید صدیقی رو نشون بدم، من که الان ننوشتم. شما نمیذاری آقای صدیقی، شما نمیذاری. نمیخوام بگم مگس معرکه هستی، نمیخوام بگم شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک سر نشد که بی سر خر زندگی کنیم. میخوام بگم ما بلد نیستیم. آقا ما یه دوستی داریم، هر وقت میریم بیرون 5 نفر 6 نفر هستن، هر کی حرف میزنه میگه ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، حرف میزنه. نفر بعدی که حرف میزنه میگه ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. آقا چی رو ببخشن؟ تو یاد بگیر حرفشون رو قطع نکن. امید عزیز چه سرتیتری؟ بله، کتاب دبستان و دبیرستان کربلا شما سب بده، خاطره ها، عکس علی آقای، عکس آقای ترابی خیلی داریم، شما یک کمی صبور باش بفرما. و خب حالا این عکس رو گذاشتن رو فیسبوک رو پخش کردن، آیا مردم اون دهکده منطقه دیشمک آقای علی ترابی میرن رو فیسبوک اینو میبینن بعد اونا میرن اون معلمه رو میزنن؟ نکنید این کار. ای کاش، من آرزو میکنم سال 1357 خمینی، قطب‌زاده، بنی سعد، نمیدونم خلخالی، همشون نشسته بودن پشت فیسبوک جلو کامپیوتر و مثل من و شما از این ور یه مزخرف به دستمون میرسید میدادیم به 1000 تا، زیرش هم مینوشتیم تو رو خدا پخ، اول بالاش مینوشتیم خواهش میکنم پخش کنید، بالاش مینوشتیم اگر پخش نکنی حرامزاده هستی. هنوز خمینی تو عراق نشسته بود، ممکن بود تو فرانسه نشسته باشه و هنوز داشت برای ما فراخوان میفرستاد. آقای چمنارا امروز میگم آقا این آقای فخرآور که 41,000 خورده رفتن ویدیوی من با اینو دیدن فقط یه جا نمیدونم کجا رو فیسبوک، اینو بشناس. بعد میگه موضوع فخرآور نیست، موضوع اینه که الان در ایران مردم میگن قانون اساسی. میگم آقا کی میگه؟ شما چرا ارتباطی با ایران دارید؟ کی گفته قانون اساسی؟ شما میگی تو ایران میگن قانون اساسی. خانم مریم رجبی این 2-3 روز گذشته این هنرپیشه‌های هالیوود میگه 96% مخالف آخوندا هستن، معنیش اینه که 96% طرفدار اینا هستن. طرفدارای رضا پهلوی هم که میگن 99% طرفدار رضا پهلوی هستن و یکی نیست. از اینا بپرسه خب پدر سوخت ها، اگه راست میگید چرا نمیرید؟ در زمان انقلاب و 1357 چند نفر طرفدار خمینی بودن؟ شماها که میگید هیچی، شماها که میگید هیچ که نمیشناختش، ولی بلند شد جرأت داشت اومد اونجا. این یکی از اون حرفایی که آقای ترابی شما باید بزنی.
بنویس برای آقای رضا پهلوی، من شماره تلفنش هم دارم، فکسش هم دارم، ایمیلش هم دارم، آدرسش هم دارم. بنویس آقا بلند شو جرب ارزه، آقا تو ایران تو شیراز میگفتن جرب ارزه داشته باش، بلند شو برو اگه راست میگی. خودش میدونه بدبخت، چون دروغ میگه نمیره، ولی شماها ول کن نیستی. البته این آقای علی ترابی چوب شاولایا بهش خورد و فهمیدن که اونا چی هستن. ممنونم از آقای امید صدیقی، سعی میکنم از دفعه آینده یک تیتری برای برنامه ها بذارم. حالا شما یک کاری بکن، شما برنامه رو نگاه کن آخرش برای من بینیز آقا امروز تیتر برنامه تو بذارین، چون ما رو بالاترین و رو فیسبوک و اینا که میخوام بذاریم احتیاج به یه تیتر داریم، ولی میبینن 10 تا چیز اینجاست. آقا اینجا نوشتم دروغگو کم حافظه است. آقا دوست ما میمیسه من هفته قبل برنامه شما رو تماشا کردم، 78 نفر دیدن. بعد دیروز پیام گذاشته گفته آقا 1 سال از برنامه شما رو نگاه نمی کنم. خب حالا پدرش فوت شده و ایلا میگفتم آقا اینجای بابا یادم دروغ بود. و بعد برش فرستادم میگم آقا تو اگر من تا ویدیو رو گذاشتم شما رفتی نگاه کردی و نفر اول بودی چه کار باید بکنم؟ شما فقط میگی یه بیننده داری. آقا اصلا من یه بیننده دارم، اون یه بیننده هم توی احمق هستی که نشستی نگاه میکنی. چه کار کنی ما از دست راحت بشیم؟ دست از سر کچلمون ورداری بری دنبال کار زندگی. میگم آقا گاهی وقتی اینجا جورج میسون ما رو دعوت میکنن، توی مهمونی با یه آقای آشنا شدم اسمش دیویده و آمریکایی‌ها از بس خودمونی هستن اینجا خیلی کسی لست نم یا اسم فامیل رو به هم نمیگن و یادمونم نمونه. من هر وقت آمیناش بهش میگم دیوید. ما رو دعوت کرده گاهگاهی موقع اپریل، اتفاق خوبه بعد عید خودمون میریم توی این جورج میسون برای یک کلاسی که بعض وقتا 40 نفرن بعض وقتا 30 نفر صحبت میکنیم. و روزی که خواستم برم برای این دوستم سعید که کارش صحبت کردن جلو جمعه، کارش یاد معلم ها میده که چجوری صحبت کنید اینا، نوشتم آقا من درست معلم بودم، درست تو این برنامه صحبت کنم، ولی الان 40 سال این کار انجام ندادم چه کار کنم؟ قشنگ برام توضیح داد. گفت 1 آقای چمنارا ببین میخوای درباره چی صحبت کنی اعلام کن. بعد همین که آقای امید صدیقی هم میگه آفر، بعد اینو بازش کن. بعد که بازش کردی به اینا وقت بده ازت سوال و جواب بهشون بده، بعدم ببند خداحافظی کن. خب اینو به ما گفته رفتیم. حالا این آقا که خودش وقتی میمد اینجا همه مسخرش میکردن، نه فارسی بلده نه انگلیسی بلده، چون بچه دکتر بوده اومده حالا یه درس خونده یه مدرک گرفته، به من میگه شما با این انگلیسی درس میدید. میگم آخه احمق، من که 20 بار گفتم بنده 30 سالم بوده اومدم آمریکا، و کسی که 30 سال میاد آمریکا با 2 تا بچه از روز سوم رفتم سر کار، اون که نمیره کلاس انگلیسی نمیدونم تافل و مافل و فلان بگیره، میره ESL English as Second Language. دیگه توانم این بوده. حالا شما استاد زبانی بیا برنامه انگلیسی بذار برای ایرانی ها. و اصلا من میگم من اونجا چی میگه زبان؟ آقا اونایی هم که اونجا نشستن همه خارجی هستن، دانش آموزای خارجی هستن که تو این کلاس این آقا میان و میخوان در رابطه با دنیا current affair جریاناتی که داره میگذره صحبت بشه. حالا شما بهتر صحبت میکنی، شما برو تو سازمان ملل صحبت کن. چی بگم آقا ولمون کن تو رو خدا، جون بابات اروا پدرت ما رو ول کن. خدا خیلی خنده داره ها. دیروز برای این دوستام یه چی نوشتم، یه نفر از کانادا گفته آقا لطف کن به من تماس بگی یه کار واجب دارم. براش نوشتم دوست عزیز من دارم برای آمریکایی‌ها کار میکنم، اینجا که ما هستیم میکروفون نیست، هر کسی گوشی خودشو داره برنامه های خودشو گوش میده، که تازه اینم گفتن نکنید چون حواستون میره تو این ویدیوها رو خراب میکنید، داریم کار خودمون میکنیم، شما پیام بذار من میتونم گوش بدم و برات بنویسم. میگه نه کاری نداشتم، میخواستم صداتو بشنفم. میگم آقا خانم صدای من که 24 ساعت مثل خر دارم اینجا عرعر میکنم، مگه من صدام صدای داوودیه که شما تو کره زمین داری دنبالش میگردی؟ بابا ملت دیوونهی هستی. حالا خانم چیز میاد میگه خودکشی در جوانان ایران زیاد شده.
بابا جوونا همش هم از دست حکومت خودکشی نمیکنن، بعض وقتا از دست ما پیرمردا، از دست خانواده ها خودکشی میکنن. البته بله حکومت هم موثره، مواد نمیدونم مخدر هم موثره، بیکاری هم موثره، نمیدونم یه مقدار هم عشق و عاشقی موثره، هزار و یک دلیل داره که باید بشینید پای صحبت های دکترایی که واردن اونا براتون صحبت کنن. خب یه نفر برای من یه تیکه از صحبت های خانم مریم رجوی رو در این نمایش مسخره دو سه روز گذشته فرستاده بود که توی اون میگه که ما در تظاهرات بعد از انتخابات 1388 چنین کردیم، چنان کردیم، پلاکارد فرستادیم، پارچه فرستادیم، این فرستادیم. به آقای غلام ترشیزی که ضمناً ایشون چون توی فیسبوک نوشته و همسرشون به اصطلاح یک بیماری داشتن، حالا جراحی کردن، انشاءالله به خیر و خوشی و سلامتی بیان بیرون، نوشتن که آقا این انتخابات 1388 اینجا مجاهدین میگن ما دست داشتیم، این درسته؟ آقای غلام ترشیزی هم هر کاریش کنیم بالاخره، حالا نمیگیم یه درصد، ولی فکر کنم یه چند درصدی هنوز این مجاهد بودن توی خونش هست و سیاست مدار بودن هم توی صحبتاش هست. نوشته من با الیکشن کاری ندارم. میگم آقا این حرف ها چی؟ من فیسبوک خودتونو میارم صد بار راجع به الیکشن صحبت، الیکشن یعنی انتخابات صحبت کردید، اذیت نکن دیگه. خب به سلامتی شما. بله معلم بعد عکس علی ترابی فرستاده بود گذاشتیم و برید توی یوتیوب بنویسید ABEBI فاصله با همون انگلیسی فنگلیشی بنویسید معلم بعد، یه نواری میاد آقای ابی میخونه. ابی چند تا آهنگ خوب داره، یکیش اون شکار آهوه که میگه این یک جنگ نامساویه، ما با اسلحه میریم میزنیم مادر آهو رو، که البته اینجا ممنوعه اون موقع که اینا بچه دارن شما بری شکار کنین اینها. یکی دیگه‌اش همین معلم بله، آهنگای زیادی داره، نمیدونم ستاره های سربی فلان بیسار اینا، الان هم یه سش هم کمرشال شده، خب با پول در بیارن دیگه. ولی دو سه تا آهنگه که اینا وقتی هر وقت من اینا رو میشنوم، مثلا یه آهنگ مال این آهویی که شکارچی میزنتش و وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، نمیدونم قلبش تپش داشت اینا، اصلا میگم خدای ما چرا این کارا رو میکنه. این معلم بدم همینه، میگه آهای معلم بد چقدر جریمه باید. من یکی از افتخارام اینه که تو همون هنرستانی که درس خوندم بعدن دبیر بودم و آقای علی ترابی من یک دونه دانش آموز رو از کلاس اخراج نکردن، چون باورم این بود بزرگترین تنبیه برای دانش آموز بعد اینه که شما بشونیش تو کلاس. معلمان ما احمق بودن ما رو میکردن بیرون، آقای اخلاقی معلم دینی، آقای لطیفی که بعد سرپرست خود من بود تو کارگاه برق و اینها، اینا احمق بودن، به خاطر اون روش بعد همون رو ادامه میدادن. ما رو که میفتادن بیرون من خوشحال بودم. تو آمریکا درسته، تو آمریکا البته کلمه دیتنشن یعنی بازداشت گذاشتن، بچه ای که درس نخونده تکلیفش انجام نداده بعد از ساعت مدرسه تازه همه دارن میرن خونه بازی ورزش، این هنوز هم باید وایسه، یعنی میگن تو این کار انجام ندادی حالا باید دو برابر انجام بدی. ولی تو آموزش پرورش ما میگه خب انجام ندادی چه خوب برو بیرون. من هر وقت این آقای اخلاقی منو میکرد بیرون میرفتم والیبال بازی میکردم، بعدم که اومدیم هنرستان بزرگتر بودیم، هر وقت آقای لطیفی ما رو میکرد بیرون اصلا دیگه شده بود یه تریک که اذیت کنیم ما رو بکنن بیرون بریم والیبال بازی کنیم. معلم بده، ولی من نمیدونم، شما از معلمای بد بپرس چرا تنبیه میکردن. خود من خیلی تنبیه شده بودم تو مدرسه، دیر رفته بودیم، صبح زده بودن اون اینها، ولی بعد فهمیدم که اینا فایده نداره، پس باید با شاگرد دوست باشی. والا بلا چون شاگردان هنرستانم نسبتاً مسن بودن، من بعض وقتا مشکلات خانوادگیشون هم میمدن به هم میگفتن، سعی میکردم با حل کنم، در اصل من اینجوری بودم و نمیدونم، شما اونو از دیگران سوال کن. خب ممنون و متشکر از دوستانی که اینجا هستن و امیدواریم یه روزی برسه هر کسی میاد اینجا تماشا میکنه این ویدیوی ما رو با دیگر دوستان هم شیر کنه، در میون بذاره.
خب یه عکسی هست که این رو روی فیسبوک الان زیاد گذاشتن، دستبوسی یه مشاور آقای روحانی از این آقای جنتی، و اگر یادتون باشه یه عکسایی هم هست که این آقای جنتی و دیگران دست فره رو میبوسیدن، و اگه باز یادتون باشه یکی از چیزایی که اینا گفتن کفره این بود که گفتن دست بوسی در اسلام کفره و چرا مردم دست شاه رو میبوسن، ولی خودشون الان دست همدیگر رو میبوسن و وای به حال ملتی که به اینا اعتماد کرد. نفت مجانی میشود، اتوبوس مجانی میشود، ما نه تنها زندگی شما رو میسازیم، ما به ما چی میگن زندگی اون دنیای شما رو هم لبهای مشتاق لبهای مشتاق مشاور رئیس جمهور و دستان منتظر دبیر محترم شورای نگهبان. این عکس هم اگه بتونم بهتون نشون بدم. بله، تو اون صحبت خانم رجوی میگه در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد و نمیدونم امروز 38 دقیقه یه فیلمی اونجایی که صحبت کرده گوش دادم، ولی از بس مزخرف میگه و مثل نوار تکراریه، مثل شماها ممکنه سنتون، البته بیننده من بعضیاشون از خود منم مسن‌ترن، این یه صفحه هایی بود، صفحه گرامافون بهش میگفتن، این میچرخید، بعد اگه شما سوزن یا بچه انداخته بود وقتی میذاشتی دفعه دیگه مثلا سوزن اگه داشت میخوند باید میگه دوست دارم، میدونی میگه دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم، همینجوری سوزن میخو. این رجبی الان که دیگه اصلا اسمش هم نمیارن، یعنی اون برنامه پارسال آب پاکی ریخت رو دست همه دیگه، حالا لازم نیست آقای فیلابی دروغ بگه، آقای نمیدونم غلام ترشیزی دروغ بگه، اون دروغ بگه، یکی بگه رفته تو سوراخ، یکی بگه نمیدونم فلان اینا. آقا اون فیصل ترکیش چیه اومد گفت که آقا مرده مرحوم رجبی. خب رجبی مرحوم شده، حالا مونده رئیس جمهور برگزیده ایران. تو نوشته ها رو اینترنت مسخرش میکنن، مینویسن رئیس جمهور پرگزیده ایران. آخه کی ایرو برگزیده؟ اگه قرار باشه هر جنبشی یه رئیس جمهور درست کنه که این که نمیشه که. آقای حخا رئیس جمهور برگزیده جنبش حخا، آقای فولادوند رئیس جمهور برگزیده جنبش فولادوند، آقای شایان کاویانی بابا مسخره بازی که نیست که. ما بحثمون با آقای چمنارا همین بود. آقای چمنارا عزیز من، شما مهندس برق هستی، یه چیزی ما داشتیم کتاب آمریکایی هم بود بهش میگفتن جدول وسترمان، فکر کنم یا وسترمان تیبل بهش میگفتیم یا وسترمان چارت انگلیسیش، هیچ وقت ما از استفاده نکرد. خب شما وقتی میخوای یه چیزی تابلوی درست کنی، یه نفر میاد بهت میگه آقا من چون شما مهندس برق هستی بیا این تابلوهای کاشی حافظ یا کاشی سعدی، تابلوهای فشار قوی به نمیدونم برق معمولی رو درست کن، موتور یک، موتور سرامیک، موتور گرما، فلان بیسار و اینها، شما دست نمیکنی اینجا بگی بفرماد آقا این کتاب جدولهای جدول وسترمان برو خوش باش. شما بهش میگی که من حاضرم این کار رو انجام بدم، نقشه میکشم، طول عرض و ارتفاع و فلان رو معین میکنم، فلان موقعم به شما تحویل میدم. خب میشه هدف ساختن یه تابلو کنترل، وسیله اوهمتر، آمپر، چی میگم ولتمتر، اوهمتر نه امپ، آمپرمتر و ولتمتر، چراغای سیگنال، نمیدونم اون کلیدهای اصلی وقتا مثلا میگونن کلید چاقویی کاردی هم چیزی، الان همه عوض شده، چند تا کانتکتور فلان و بیسار شد. چی شد؟ هدف، برنامه، وسیله، اجرا. همینجوری من بشینم تا سال 2020 چون آقای چمنارا فکر کرده سال 2020 اینا عوض میکنه. خب آقا اگه اینجوری دیگه شما چرا خودت اذیت میکنی؟ شما بزن به کوه و دشت و چمن، خوش باش تا چمن آرام هستی دیگه، خوش باش تا 2020، اذیت میکنید، به خودتونم دروغ میگید.
و حاضر نیستی، بیاییم به سربی بگید که ما به خودمون دروغ گفتیم که امروز اینجا هستیم، به این روز افتادیم. حالت خدایش وضع اونم بد نیستا، همه وضعا خوبه، فقط نقنق میکنیم. و اگر از هر کدوم از شما بپرسم آیا حاضرید برید ایران، میگی کی؟ اینجا میگن ایت دیپن. از بس گفتیم ایت دیپن، بستگی داره. بستگی به چی داره؟ که چه کسی بیاد. خب شما دوست داری چه کسی بیاد؟ اگه آقای رضا پهلوی بره میری؟ نه، آقا این که میخواد بیاد پدرمونو در بیاره. اگه آقای رجبی بره، زن اون که مرده، مریم رجبی بره میری؟ نه، آقا این زنی که بدتر از اوناست. خب پس کی؟ کجا؟ ای خدا، اگه وجود داری یک کاری بکن که این آمریکا، کانادا، کشورهای دیگه بگن ما این دو پاسپورتی رو قبول نداریم. یه پاسپورت، یا پاسپورت ایران بگیرید برید، اگرم دوست داشتید به صورت ویزا، به صورت توریست بیاین اینجا، اون موقع ما حق داریم بهتون ویزا بدیم یا ندیم. یا اینکه ببخشید خداحافظی کنید با پاسپورت ایرانی بندازینش توی سطل آشغال. شما نمیدونید چقدر از ایرانی ها برای که یه شغلی، حالا چه کوچیک چه بزرگ، با دولت کانادا با دولت آمریکا داشته باشن، پاسپورت های ایرانیشون رو تحویل دادن. یعنی به زبان خیلی ساده گفتن آقا من ایرانی نیم، من ایرانی نیستم. تحلیلگر سابق شرکت نزدیک به لابی رژیم تهران، سردبیر رادیو فردا شد. بفرمایید. تحلیلگر سابق شرکت نزدیک به لابی رژیم تهران، سردبیر رادیو فردا شد. همین هفته پیش خوندیم که یه نفر از رادیو فردا بیرون کرده. خب ببینیم که این دوستمون آقا مصطفی چی میگه. سلام آقای سوری، خسته نباشید. امسال هم فیصل ترکی گفت خلیج عربی که اونی که حرفاشو ترجمه میکرد زود ازش در رفت، همه به گفته ترکی فیصل دست دادن. خب کاملا مشخص شد که برنامه رجوی در فرانسه و حامیانش. حالا یکی ایراد میگیره آقا چرا احمدی نژاد رفته بود زیر یه جایی نشسته بود، اون بالا نوشته بودن خلیج عربی، چرا نمیدونم رضا پهلوی یه جایی مصاحبه کرده گوینده گفته بود خلیج عربی خفه شده بود صداش در نمیده، چرا خانم رجوی اینجا خفه شده صداش در نمیده؟ من همه چراها رو بهت پاسخ میدم. این دوستی داریم میگه چه چه چه. امروز اتفاقا برنامه عقل بشر اون قسمت هشتم رو براتون دوباره گفتن به یک صورت دیگه براتون پخش میکنم. همه این چراها یه جواب داره. کارمون خیلی خرابه، دروغ میگیم. وقتی شروع میکنیم به دیگران دروغ میگیم، کارمون به یه جایی میرسه که به خودمونم دروغ میگیم، دیگه اون موقع میشه کارمون خیلی خرابه. این وضعه. خب حالا من نمیدونم این امید صدیقی چه ویدیویی گذاشته بوده که من گفتم، شاید هم بعد رفتم گرفتم، بذار ببینیم. امیدم را نگیر از من صدیقی، صدیقی. این خانم حایده خدا رحمتش کنه عجب صدایی داشت واقعا. ببینیم امید صدیقی برای ما چی گذاشته، ویدیو چی بوده و چه باید کرد. اگه اشتباه نکنم یه جایی هم قهر کرد از ما، یکی دیگه اومده بود گفته آقا شما چون با آقای فخرآور گفتی نمیدونم بالای چشمش ابروه، من برنامه شما رو نگاه نمیکنم. گفتم آقا چه غم بزرگی، چه مصیبت بزرگی، من حالا دیگه چجور شبا بخوابم؟ از امشب صدیقی هستی یا صدیقی؟ صدیقی بینیشتی میشه امید صدیقی. گفتم دیگه از امشب باید با پای برهنه بخوابم. آقا گور پدر فخرآور و گور پدر شاه و گور پدر خمینی و گور پدر رضا پهلوی و گور پدر شاهی که میخواد بیاد و گور پدر حاکم بعدی که میخواد بیاد، وقتی من با اونا اینجوری حرف میزنم تو انتظار داری به این فخرآور بچه دیگه، میدونید منظورم چیه؟ خودش منو که میبینه مثل گربه فرار میکنه. من بیام به این احترام بذارم؟ چه احترامی آقا؟ ولمون تو رو نمیدونم. امید صدیقی خیلی داریم، یکی خواننده است، یکی نوشته مارکتینگ، تئوریک مارکتینگ، یکی نوشته گوشه و کنار، ولی اینا همه عکس دارن. نمیدونم کدومش هستی امید. یه مسیجی برای من بفرست که این مسیج جدیدت بیاد بالا، ما ببینیم چه ویدیویی شما بوده و این اشتباه منه. من باید می‌نوشتم ویدیو امید صدیقی در این باره. بعضی وقتا همون موقع که می‌نویسیم این شورت چیز می‌کنیم دیگه،
کوتاه نویسی میکنیم، اون وقت مغزمون یادمون میره، نمیتونیم پیداش کنیم. ببخشید اگه من چشمم اینجاست، دارم دنبال این امید صدیقی و ویدیو میگردم، حالا میخوایم ولش کنیم، اگه برامون فرستاد در حین برنامه، یا اینکه آقای امید صدیقی هم حرفی که میخواست زد و رفت. معمولا بیننده ها اینجوری هستن، امیدوارم بیننده های تلویزیون مردم اینجوری نباشه. خب امید صدیقی ویدیو عقل بشر، من این عقل بشر رو معمولا ساعت 3 پخش میکنم. آها خیلی خوشحالم خانم بهیه جیلانی هم اینجاست، امروز با ایشون هم نوشتم. خب این چیزایی که شما مینویسید و دوستان مینویسن خیلی خوبه، ولی چجوری؟ بعد ایشون گفت مردم باید میگم میدونم، باز سوال برمیگرده همون، چجوری؟ شما نمیتونی از مردمی که خودتون ادعا میکنید باید 2 تا 3 تا شغل داشته باشن تا امور زندگیشون بگذره، حالا شما در فرانسه، من در آمریکا، بگم مردم برید اعتصاب کنید. خب پولشونه که میده، خوراکشونه که میده. اونا اگه گفتن اعتصاب کنید با برنامه، گفتن شما اعتصاب کنید، هر کی اعتصاب کرد ما حقوقو میاریم در خونهش، و دادن. دوستان نفت میبردن دم خونه اینایی که از ارتش فرار کرده بودن. من خودم یه سرباز داشتم، بچه فسا بود، این اسلحهش رو برداشت فرار کرد رفت، بعد از انقلاب اومد پادگان، گفت آقا من از روزی که اسلحه رو برداشتم رفتم اصلا نمیدونی چه مقام و عزتی پیدا کرده. حالا شما آقای ببخشید خانم جیلانی، من نمیخوام شما رو با این دیوانه شمیرانی هم ردیف کنم، ولی میخوام کلن مثال بزنم. شمیرانی دیوانه نشسته تو کالیفرنیاس فکر کنه و همین نیسته فداییانه نمیدونم فلان جنبش، برید جلو من هستم. چه فرقی داره با مجاهدی که یک تابلوی رو یک کسی برده شب زده یک کوچه تاریک، یه عکسم ازش گرفته، اونم میگه بله 96% مخالفن. اینا باز برمیگردیم به همون، ای کاش خمینی هم مینشست پشت کامپیوتریم یا جلو کامپیوتر، بله، و هی میگه برید من باهاتونم. حقیقته، امیدوارم شما ناراحت نشید، چون برای یه دوستی یه چیزی ما نوشتیم، ایشون ناراحت شد، بعدم میگه دیگه من برات نوشته ها رو نمیفرستم چون شما گفتی من حوصله نوشتن خوندن ندارم. میگم امروز گفتم، من 20 ساله دارم میگم ما ایرانی ها حوصله خوندن مقاله، مخصوصا مقالات طولانی نداریم، و همیشه گفتم مقاله شما کوتاه، مفید، مختصر بوده، ولی با همه اینا توی تلویزیون باید یه آرتیکلشو بخونن، یه پاراگرافشو بخونن، ببخشید آرتیکل یعنی مقاله، پاراگراف یعنی قطعه، یه قطعهشو بخونن. من بعضی وقتا اینقدر مقاله شما خوبه که همه رو میخونم، ولی هممون تا یه کسی انتقاد میکنه. این آقای یزدان خداوندلو یه بار راجع به انتقاد اینا برنامه خوبی داشت، این آقای خداوندلو هم برنامه‌های خوبی داشت، همین ایشون هم همین، به من گفت آقا بیا توی 6 تا گروه نمیدونم اسمتو بنویس. گفتیم چشم. گفتیم چه حسنی داره؟ گفت آقا اینجا میلیون ها نفر هستن. گفتیم به، چه کار باید بکنیم؟ گفت برنامهاتو بذار اینجا. گفتیم باش. هر برنامه گذاشتیم، خود آقای یزدان خداوندلو زودتر از همه اومد، زدش رفت پایین، خودش رفت بالا. گفتم خب آقا تو یه تابلو، اینو یه بار دیگه میگم ببینم چی میگه. من عکس پروفایلم پل کارونه. آقا یه ایمیل، یه مسیج بفرست برای من امید جان. بعد اگه امید صدیقی هستی چرا پر کارون؟ یعنی واقعا تو فکر میکنی آخونده اگه بخوان بشناسنت نمیشناسنت؟ پس شما خودت رو فقط از دوستات قایم کردی، ولی دشمنات و مزدورانات میشناسن دوستان. ببینید این یه صفحه‌ای که آقای یزدان خداوندلو گفته بود که ما درست کردیم، هر کسی میخواد بیاد آگهیشو بذاره اینجا. فکرشو بکنید، من بیام با صداقت برم این آگهی رو بنویسم، بعد ببینم خب معمولا این بالا خالیه، اینو بذارم بالا، این آقای یزدان خداوندلو بیاد اینو برداره بکنه این پشت. خب شما که میای صبح میای نگاه میکنیم این یزدان خداوندلو ای بوده، حالا میای نگاه میکنیم این یزدان خداوندلو اینه، میگی چی؟ میگی آقا این کسی اینجا به اصطلاح چیز جدید نمیذاره. میگم آقای خداوندلو این به ضرر توه. نمیفهمم
نمیفهمن. آقا وقتی نمیفهمن که دیگه ما خودمون نمیتونیم تیک تیک کنیم به اینا فهم و شعور یاد بدیم. بعد دوستان نادان بودن. یه دفعه با خانم چیز گفتم، یکی گفته بود چرا گفتی شاه نادانه؟ گفتم بابا شاه نادانه دیگه، از ابو علی سینا که بالاتر نیست که. این دانشمندا همشون به یه جای میرسن میگن ما فهمیدیم که چقدر نادانی. اصلا یعنی بالاترین رتبه دانش اینه که شما میفهمی چقدر نمیدونی، چقدر نادانی. حالا ما به اسب شاه گفتیم یا بو، به شاه گفتیم نادان. شاه نادان نبود، زنش با این و اون باشه خب اونم با اون و اون بوده دیگه، چرا نادان نبوده، زرنگ بوده. چی بگم بهتون؟ دهن ما رو باز نکنی. خب بذار ببینیم آقا مصطفی برای ما پیوند فلان رهایی. خب عزیز دل، داداش گرامی، من حالا وسط برنامه چه کار کنم؟ بذار ببینم براتون لینک صفحه را گذاشتم. صفحه چی خانم جیلانی؟ بله یک کمی توضیح بدید. وقتی که من توی این شور و حال حسینی هستم و یه روزم برنامه نداشتم، الان پر انرژی میخوام منفجر بشم، یه دلیلش هم از بس این چند روز خوردیم، از این ور چیپس و سالسا، از اون ور نمیدونم، هی هم میگن بخور آقا یه روزه، میگم والا بلا ما هر روزمون همین شکل و شمایل داره. در اصل نمیدونم ویدیو یادا امید صدیقی ویدیو عقل بشر، دو سه دقیقه دیگه میریم این عقل بشر رو برای شما پخش میکنیم. این بار این سیستم بلنگو رو هم وصل کردم به باتری که اگر حتی برقم بره این قطع نشه. آدم از اشتباهاتش چی یاد میگه؟ و بزرگترین چیزی که شما بابت اشتباه به دست میاری همینه که یاد میگیری دفعه دیگه این کار نکنی. سالها پیش این خانمی زنگ زد، آقا این آقای غلام حسین مصباح رو که آوردید وقت ما تلف شد. گفتم شما روزای دیگه چی کار میکردید وقتی ما یه ساعت، دو ساعت، هشت ساعت برنامه میذاشتیم؟ گفت نه دیگه یه چیزی یاد میگرفتیم. گفتم امروز چیزی یاد نگرفتی؟ گفت نه. گفتم والا یاد گرفتی؟ گفت نه آقا من میگم یاد نگرفتیم. گفتم خانم من معلمم، میدونم یاد گرفتی. گفت نه آقا یاد نه. گفتم شما اگه دعوا نکنی یکم دندون رو جیگر بذاری، من منظور باید دندون رو زبون باشه، رو جیگر بذاری برات میگم. گفت خب بفرما. گفتم شما امروز یاد گرفتی که هر جا این غلام حسین مصباح رو دیدی بری یه کانال دیگه، یاد گرفتی که از این چیزی یاد نمیگیری. ببین چقدر یاد گرفتی. خب مصاحبه بنی صدر که پس از 16 سال از سانسور در آمد و من هم الان دو سه روزه براتون پخش میکنم، تا دوشنبه هم براتون پخش میکنم و این را هم آقای جهانگیر شادانلو هم ویدیو رو فرستادن، هم به اصطلاح هزینه بازپخش این رو دادن. البته یه سوالی پیش میاد، آقای شادانلو چه کسی این ویدیو رو سانسور کرده بوده؟ این خود این آقایی که اومده مصاحبه کرده وقتی اومد اینجا با یه دوستی که اینجا عکاس هست و فیلم بردار هست و همکار ما هست و آدم بسیار خوبی هم هست، به من زنگ زد گفت که آقا یه نفر آمده از ایران و من بهش گفتم که شما تلویزیون داری و اینها، گفتم شاید بتونید با هم کار کنید. گفتیم خب بیار اینجا. از بس مرموز و فلان بود گفت نه آقا توی قهوه خونه. قهوه خونه که میگیم حالا نه، اونجا چایی و مرشد و شاهنامه. رفتیم توی استارباکس نشستیم و گفتیم خب چیکار میکنی؟ گفت من رو اومدم با زن و بچه هستم اینا، میخواستم اینا شما چقدر حقوق میدین؟ گفتیم آقا برو خدا پدرت بیامرزه. یه دفعه دیدیم این همون آقایی شده که تاریخ شفاهی رو با چه کسایی مصاحبه کرده، کسایی که با هیچ کس مصاحبه نمیکرده. چه قدرتی این داشت آقای یا حسین یا حسن دهباشی؟ برید ببینید ویدیوهاش. بعدم FBI اینجا ریخت تو خونهش، گرفتش و کردش بیرون، گفت شما مزدور آخوند هستی و پولایی که آوردی به اینا دادی برای مصاحبه و فلان اینا از آخوندها گرفته بودی. ساعت 2:59 یا به قولی به روایتی 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا هست. بریم با هم این صحبتهای دوستمون رو بشنویم و من هم براتون این ویدیو رو بذارم اینجا پلیر 6 بچرخه و گفت بچرخون. جو که یادتونه گفت آقا غریبی؟ گفت چرا؟ گفت خب بچرخون دیگه. بیا با هم بشنویم.
بفرمایید. ممنون و متشکرم. آیا عقل بشر قادر به تشخیص بهترین عقیده و اندیشه می باشد؟ این سوالی بود که در آغاز گفتار عقل بشر شماره 8 به شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم تقدیم کردم. در آن گفتار پیرامون دین اخناتون فرعون که اولین پیامبر وحدانیت خدا شمرده می شود خلاصه‌ای به عرضتان رساندم. به علت آن طوفان بی وقت پیشنهاد آقای سربی قسمت آخر آن گفتار که پخش نشد با قالبی دیگر خدمتتان تقدیم می کنم. درود بر شما و سپاس از همراهیتان. تمام دین ها بدون سند تاریخی توانستند در مغزها بست بنشینند. اگر سؤالی پیش آمد تمام دین ها برایش پاسخی دارند که فقط توسط سخنوران و پیروان آن دین قابل قبول است. رخنه کردن این اندیشه ها به مغز مریدان دیگر عقیده ها اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است، اما برای مریدان همان مسئله واضح و روشن است و در آن نمی شود کمترین شکی کرد. بدین علت تمام دین ها به درجه های گوناگون در مسائل مختلف با مسائل تصوری و خیالی قاطی شدند. پیروان یک دین زد و نقیز ها و این قاطی پاتی ها را در مغز احساس نمی کنند. با دلیل و تحقیق علمی هم نمی شود این در هم برهمی ها را در مغز تصفیه و درجه بندی کرد. برای مثال یک جریان و یا خبر را برایتان تکرار می کنم. بعد از زلزله بزرگ خانه خراب در شمال ایران آقای رهبر علنا گفتند خدا می‌خواهد ایمان ما را امتحان کند. این گفته را برای آرام کردن مردم بیان کردند، اما چرا باید آن را به خدا نسبت بدهند؟ آیا خدا به ایشان خبر داده که این امتحان بوده؟ یعنی به طور مستقیم به ما می‌خواهند بفهمانند که وحی و یا الهام بر ایشان نازل شده؟ این ادعا را بر چه اساسی بیان کردند؟ مگر نه اینکه دروغگویی حرام است و دروغگو به جهنم می رود؟ خدایی که از همه چیز با خبر است چه نیازی به امتحان آفریدگانش دارد؟ امتحان را برای دانستن نتیجه انجام می دهند. آیا خدا نتیجه را نمی دانست و یا نمی داند و جهت رسیدن به این نتیجه آن خرابی و بی سامانی و کشتار را به راه انداخت؟ یا شاید خدای منظور در آن سخن آفریده هایش را نمی شناخته است؟ اگر چنین باشد چگونه می توان آن صفات خدایی را به خدا نسبت داد؟ یا برای ثابت کردن نقطه نظرمان به هدفی معین خدا را بنا به میل شخصی خود معرفی و تغییر صفات می دهیم؟ این ضد و نقیض در گفتار و ادعاهای خیالی را مغز انسان درک نکرده کورکورانه می پذیرد و پیروی می کند. انسان‌های بسیار کمی بیماری چچچه دارند به علت پیروی از سیستم کاشته شده بر این کره. از روز نخست مغزها با معیار عدم اندیشیدن و آسایش جویی و آسایش خواهی پر شدند. در اختیار حکمران قرار گرفتند تا هرچه به سود خود داند بر بنده ها بار کند. توجه فرمایید که هرگز دانش و استفاده از علم به فکر ایشان و دیگر سردمداران خطور نکرد که با دانشمندان متخصص داخل کشور مشاوره کرده و با تشخیص مناطق زلزله‌خیز طرح مناسبی برای ساخت خانه‌ها و ساختمان‌ها پیاده کنند تا از زیان‌های زلزله‌های آینده بکاهند. بیاد داشته باشید که دانشمندان ایرانی طرح پی ساختمان‌های زلزله‌خیز را در کالیفرنیا پیاده کردند. این عدم اقدام در ایران نشان نافهمی از قدرت و توانایی مغز است. مغزی با نیروی بیکران و خارج از تصور که آفریدگار به انسان عطا کرده. به علت تسلط روان و احساسات و عقیده دینی بر انسان استفاده از نعمت مغز کاملا کنار گذاشته شده.
عقل و اندیشیدن را متوقف کرده و آن را داده تحویل نیایش و خواندن و تکرار عبارتهایی به زبانی که معنیش نادان و نافهم و غیر قابل درک و احساس است. استجابت این نیایش ها به امید حل مشکل ها با برون آمدن یک نیروی نامرئی از آسمان و یا از زیر زمین در تصورها نقش بسته، گویی که این نیرو با تکرار کلمه های ناشناخت و نافهم برای بنده هایش رام می شود، بروز کرده و به فعالیت تشویق می گردد. بنابر بررسی دانشمندان از روز نخست تا کنون بر این کره بیش از 183,000 عقیده، دین، مذهب، طایفه، گروه و پیروان یک اندیشه خارج از تصور و دور از سنجش بر مغز مردم حکم کرده. تمام مریدان اندیشه خیالی خود را بهترین می دانند، رستگاری را از خود دانسته و جهت توسعه عقیدشان و افزایش همراهیان بهشتیشان جنگ ها کرده و انسان ها کشته و ویران ها و ویرانی ها به بار آورده و جان خود را به خطر انداخته و یا قربانی کرده اند. این انسان که ادعای تمدن را پیشرفت می کند و از اواخر قرن گذشته مسئله حقوق انسان را پیش کشیده، مثل اینکه کشفی جدید کرده، نادانسته ثابت می کند که در تمام تاریخ این انسان اصلا حقوقی نداشته و برای حکمران چوپان بوده. در واقع تا همین روز، همین ساعت و همین دقیقه این انسان از کشتن همجنس خود به بهانه دین و اندیشه دیگر داشتن دست بر نداشته و جهت پرستش آفریدگار و رستگاری و یا به ادعای مشابه انسان خلق شده آفریدگار را از میان میبرد. به این آفریدگار بهترین و بدترین صفات را در یک وقت میدهند و این مغز بشر تصور نمی کند که این تراوش های مغزی ضد و نقیض هستند. برای اینکه بدانید چقدر تاریخ دینها دور از حقیقت و خیالی هستند، اجازه بدهید به مسائل غیر قابل بحث بر اساس حساب بپردازیم. مثلا تولد و وفات پیامبر و امامان مسلمانان در یک روز معین بوده، یعنی نمیشود ادعا و یا قبول کرد که شخصی در دو روز دنیا آمده و یا از دنیا رفته. با این حال در ثبت این تاریخ ها اختلاف است که آن را روایت مینامند. مثلا کسی از تاریخ تولد حضرت امام علی خبر نداشت. پادشاه صفوی علمای دین را مجبور به بررسی و یافتن این تاریخ نمود. آنان بعد از گذشت بیش از 1,000 سال از آن تاریخ روز 13 رجب را انتخاب کردند. از آن تاریخ تا کنون همه شیعیان این تاریخ را قبول کرده و جشن می‌گیرند. گروهی دیگر با یادآوری تولد امام علی در کعبه و حوادث آن زمان تاریخ تولدشان را 6 ذی‌الحجه می‌دانند، با تفاوتی بیش از 6 ماه. بدون سند ادعایی می نمایند که خود می باورند و حقیقی نبودنش را هم درک نمی کنند. روزهای یاد بوده بسیاری که می باید ثابت و غیر قابل تغییر باشند، بنابر روایات گوناگون در جاهای مختلف در تاریخ دیگر جشن گرفته می شود. یکی از این تاریخ ها شب قدر است که به علتی نامعلوم پیامبر تاریخ آن شب بهتر از 1,000 ماه را ثبت نکرد و در یادبود آن شب مراسم جشن دعا هم انجام نداد تا مریدان پیروی کنند. با این حال طبق روایات مختلف از شب 14 تا شب 27 تخمین زده شده است. اگر این تاریخ ها صحیح نیستند یا دست کم مورد شک، من نافهم تا کی باید معیارها و داستانها و روایات و حدیث های دیگر را قبول کنم؟ ادعاهایی که دهان به دهان گشته و نسل به نسل بنابر اوضاع روز تغییر کردند. هرگز نباید به آن شک نمود و همه را حتی اگر ضد و نقیض باشند باید قبول کرد. آری، من نافهم تا کی باید همه آنها را قبول کنم، صحیح بدانم؟ تا چه زمانی باید همینطور بره باشم و سؤال شک نمود هم مطرح نکنم؟ این فرض عقیده دینی مربوط به مسلمانان تنها نیست. انسان یکیست و مغزش یک جور در همه جا و در تمام دوران همینطور بدون اندیشیدن و بدون قدرت تسلط بر فکرش زیسته و خواهد زیست. مسائلی که با احساسهای پنجگانه و فیزیکی انسان غیر قابل درک هستند به سادگی به مغز انسان فرو نمی روند. همانطور که تجربه شده و در مراحل بعدی و پس از جا گرفتن اصول و عقیده در مغز به علتهای گوناگون بیرون آوردن و یا تغییرش ساده نیست.
با این کمبود درک مغزی همه ما به شکلی متعصب و درگیر عقیده و ایده های خود هستیم، زیرا قدرت خارج کردن مغز از چنگال ذخیره هایش را نداریم. در تمام اوقات و زمان و مکان اندیشه خود را درست و غیر قابل بحث و کامل می دانیم. این عدم تسلط بر مغز را اگر انسان درک می کرد، تشخیص می داد و یا می پذیرفت، وضعش بر این کره و تمام امورش از روز نخست شکلی دیگر داشت. تاریخ به حوادث دوران فرعون ها در زمان زندگیشان بر روی سنگ های دیوار آرامگاهشان نوشته می شد و هنگام مرگشان آماده بود. فرعون شخصا بر ساخت آرامگاه که ایستگاه جاویدانی و جای پروازش در آسمان ها بود نظارت می کرد. پس از مرگ متن‌هایی از تاریخ روزهای آخر فرعون بر نوشته های حک شده بر سنگ اضافه می شد. پس از مومیایی و خاک سپاری در آرامگاه، با خاک و سنگ راه رسیدن به آن پر می شد و برای نگهداری و نیافتنش توسط دزدان مخفی می گشت. کلیمیان دین خود را قدیمی تر از عقیده اخناتون ادعا کرده و آن را به 2000 تا 2200 سال قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند. اگر چنین می بود، چگونه عقیده اخناتون که حقیقت بودنش در آثار کشف شده در کنار یهودیت قرار داشت؟ چرا از وجود دو دین در آثار مصر اثری یافت نشده؟ چرا پیروان بت آمون با یهودی ها مانند پیروان اخناتون در نیفتادند؟ نام و زندگانی و پیامبری موسی و افسانه نام نمایش مار و مهاجرتش با تمام مریدان از مصر به فلسطین برای اولین بار در نوشته های عبری ها 300 سال قبل از تولد مسیح یاد شده و سنگ های تاریخی و باستانی حک شده در مصر. از این همه افسانه های نویسندگان عبری که به موسی نسبت دادند تا حال اثری نیافتند. با پیشرفت دانش امروز متن میخی را میخی و یا علامتهای نوشته های آثار باستانی را در کامپیوتر نهاده و ترجمهش را به زبان دلخواه می جویند. در برخی نوشته های کلیمیان فرعون اخناتون را موسی معرفی کردند. دلیلشان هم پیامبری و عدم یافتن مومیای این فرعون بود. افسانه مغایر مهاجرت کلیمیان به صحرای سینا و زندگی 40 ساله در آن و رسیدن به فلسطین. اکنون که مومیای این فرعون پیدا شده، این تئوری و نسبت دادن این دو به یک دیگر منتفی گردیده. داستان مهاجرت کلیمیان به فرماندهی موسی از مصر به فلسطین و فرار از فرعون به علت نیافتن مومیایش نیز به اخناتون نسبت داده شده که دشمن یهودی ها بود. در این افسانه فرعون که با عرابه در تعقیب کلیمیان بود در گل فرو رفته و ناپدید می شود. افسانه ناپدیدی فرعون در باطلاق ها با کشف این مومیا بی اساس گشت. این افسانه ها را متعصبان کلیمی تکرار می کنند. تناقض و اختلاف و ناجور بودنش را هم نمی درکند. این افسانه ها با متن‌ها و شرح‌های گوناگون را در صدها کتاب منتشر کردند. برخی از پژوهشگران و نویسندگان که کلیمی هم در میانشان یافت می شود، وجود شخصی حقیقی به نام موسی را انکار کردند. در 250 سال پیش یکی از نویسندگان کلیمی اتریشی که این موضوع را ادعا کرده بود توسط همکیشان زنده سوزانده شد. این واقعیت در عدم یافتن اثری از پیامبران و شخصیت‌های دینی در آثار مصر را آقای زاهی حواس رئیس اداره باستانشناسی این کشور در مصاحبه تلویزیونی علنا اعلان کرد. در سرزمین بین النهرین عراق در آثار اور اثری از نوح و نوه‌اش و ابراهیم یافت نشد. کوهی که پسر نوح از سیل به آن پناه برد در دشت جنوب عراق تا حال آفریده نشده. در فلسطین هم اثری از نوه های ابراهیم کشف نگشت. با این حال صاحبان عقیده وجود این شخصیت ها را بنابر کتاب های دینی واقعی و صحیح شمرده و تمام افسانه های مربوط به آنها را نسل به نسل تکرار کردن، حقیقی دانسته و معجزه می دانند. نام موسی و جریان نبردش با فرعون و شعبده بازی مارها در 34 سوره قرآن 136 بار تکرار شده. یعنی باید حقیقی و مسلم و غیر قابل انکار باشد. اگر غیر این می بود، چه چیزی از عقیده اسلام و نسبت دادنش به نزول وحی از سوی آفریدگار صحیح و درست باقی می ماند؟ با این تضادها در رسیدن به حقیقت مغز انسان کجا قرار دارد؟ چند میلیارد انسان تمام این افسانه‌های به ارث رسیده را حقیقی و درست می‌دانند. هر شکی نسبت به آن را کفر و گویندش را زندیق می‌خوانند.
آیا با کشف های علمی به دست آمده صاحبان عقیده تغییر رأی خواهند داد؟ یعنی آیا مغز ما قادر به تشخیص صحیح ترین، درست ترین، بهترین و منطقی ترین هست؟ امیدوارم بیندیشید و خود پاسخ این سوال ها را بیابید. با این آرزو که این گفتار اندیشیدن شما را سبب شود تا بیشتر خود و محیطتان را بشناسید، از شما دعوت می کنم با ما باشید. از سر در آوردن شما و بیان گفتاری مخالف انباشته های اندرون مغز از شما پوزش می خواهم. اوقاتتان شاد و خوش باد. خب دوست عزیز، ممنون از شما. آقای فریدون تسلیمی می پرسن که این آقا کیست؟ این آقا بیننده هستن که فعلا دوست دارن با همین بینندهی دوستی از خلیج فارس با شما در تماس باشن به دلایل شخصی، و امیدواریم که به زودی بتونن توی برنامه‌ای با شما باشن و به اصطلاح هم ببینید، هم بشناسید، هم اسمشون و همه چی. و اما آقای امید صدیقی، دوست عزیز، اگر کمی برنامه‌های من رو با دقت نگاه می‌کردی می‌دیدی که من تا حالا تو چند تا برنامه گفتم دوستان، به دلیل اینکه ما آلفابتمون فارسی هست فرق میکنه، شما هر وقت اسمتو اینجا فارسی مینویسی به انگلیسی هم زیرش بنویس که اگر یه کسی مثل سوربی آمد و تایپ کرد امید صدیقی اونجا پیدا بشه. مثالش هم این، شما امتحان کن الان نگاه کن، اینجا اسم من، اینجا سوربی، اینجا هم فارسی هم انگلیسی هست، و این امکان رو اون صاحب فیسبوک به شما میده. اینم برای اونایی که میگن آقا ما برنامه شما رو نگاه کردیم چیزی یاد نگرفتیم، امروز یاد گرفتید که چگونه از تلفن دستی. اتفاق آقای عزیزان دیدم یه روز رفته تو حیات نشسته اونجایی که هست، حالا یا بیمارستانی که کار میکنه یا منزلی که به اصطلاح اجاره میده، آپارتمان نشسته و صدا خیلی بد بود. بهش گفتم ببین تا هم اگر زود فکر نکرده بودی استاد شدی و رفتی یک کم چی یاد میگرفتی، این مشکل صدا و اینها حل میشد. این هم از این ماجرا. و اما یادتونه که من هفته پیش گفتم یکی از دوستان گفتن که حالا که شما دوستی دارید از خلیج فارس و من یک کتابی دارم که در 16 قسمت برای من فرستادن مژده که این کتاب کامله و در 131 صفحه به زودی برای شما هم میذاریم روی اینترنت. و چرا این دوستمون از من خواسته که من این کتاب رو بخونم، نظرمو بگم و بعد برای شما هم بذارم و نظر بدید. راجع به نظر دادن و نظر پرسیدن، دیدید که آقای چمنارا میاد صحبت میکنه، میگه آقا من میخوام نظر آقای میرزا آقاسی رو بدونم. این دوستمون صحبت میکنه میگه من آقای ذوالفقار، نظر ذوالفقار، آقای ذوالفقاری و آقای دکتر افشارها رو میخوام بدونم. دوستان خودتون مستقیما با اینها تماس بگیرید. چرا؟ فکر نکنید که من از اینها نمیپرسم. اولا کار من رو آسونتر، کمتر، راحتتر میکنید. دوم این که متوجه میشید اگر پرسیدید آقای افشارها بهتون جواب داد، اینها ریسپانسیو هستن، جواب میدن، یا اگر ندادن. ما اون روز با آقای ذوالفقاری دو بار سه بار تو برنامه گفتیم آقای ذوالفقاری بعد از برنامه جواب این دوستان رو بده، یا میخوای من الان بخونم شما جواب بده؟ گفت نه من بعد از برنامه جواب میدم. رفت، تموم شد، رفت. خب این درست نیست. در صورت به نظر من مستقیما با خود اینها تماس بگیرید و نظراتتون رو به اصطلاح نظراتشون رو جویا بشید، یا دوستان نظراتتون رو بنویسید. مثلا همین آقای فریدون تسلیمی، شما با اون آقای حاجی تسلیم شیراز و نمایندگی ایران نسیونال که دایی آقای پرویز کاردان هم بود فامیل هستید نیستید؟ اونا تسلیمی بودن یا تسلیم؟ در صورت مرد بسیار خوبی بود، من وقتی دانشجو بودم برای ایشون کار میکردم. و اما درباره صحبت‌های این دوستم، هر وقت ایشون درباره مغز و عقل و فکر و کنترل صحبت میکنه، من تا یکی دو سه ساعت فکر میکنم و میبینم که ایشون درست میگه. ما فکر میکنیم که فقط قلب تا
که کنترلش دست ما نیست، ولی مغز هم کنترلش دست ما نبوده و نیست. اگر شما مخالف عقیده ایشون هستید که پس از 16 سال تحقیق و تحصیل بهش رسیده، 16 سال تحصیل منظورم دیپلم و نمیدونم لیسانس نیست، چون ما فقط ایرانی ها هستیم که میگیم فارغ و تحصیل شدیم، همیشه شما میتونید تحصیل کنی، درس بخونی، نمیدونم یاد بگیری، تحقیق کنی و الی آخر. آقای علی ترابی نوشته بود آقا برنامه‌تون قطع شد. نوشتم آقا برنامه من قطع نشد، لابد داری همینجور قدم میزنی تو خیابون، از خونه دور شدی، اینترنتت قطع شد. دوستان قبل از اینکه به یکی بگیم آقا خانم فلان چی اشکال داره، اشکالای خودمون ببینیم اشکال از ما یا از دیگران. بله بله. آقای امید صدیقی، باز نتونستم اون ویدیویی که من اینجا نوشتم، ویدیوی امید صدیقی رو پیدا کنم و برای من یک کمی چی میگم عجیبه. ترامپ در خارج از آمریکاست، امروز صبح از اینجا رفته و شنیدم که قراره بره هامبورگ، درست میگم، ولی توی اون شهر هتل گیر نمیاد. یکم به نظر من عجیب بود این مقاله‌ای که نوشتن عربستان سعودی 400 تا اتاق گرفته و هتل رو نمیدونم خراب کردن که تخت سلطنتی بره تو و فلان. اینا مثل این مردی که دیوانه بود مال لیبی، کی بود اسمش، ببین چجوری میریم، قذافی می اومد اینجا وسط خیابون و وسط نیویورک و اینها، میخواست چادر بزنه، شطور، شیر شطور بخوره. خب خاک بر سره، این همه مدت شیر شطور خوردی، اگه سه روز بدنت شیر شطور نخوره مریض میشی که باید بزنم تو سرت که زدن دیگه. در هر صورت نوشتن که آقای ترامپ مجبور شده بره یه جای دیگه هتل بگیره. من فکر نمی‌کنم این درست باشه، چون کسی که این برنامه رو می‌ذاره و قرار G20 20 تا کشور گردن کلفت اونجا باشن و حرف بزنن، اینها حداقل این همون چیزی که شیرازی‌ها میگن، کسی که می‌خواد چیزی بخوره قاشق چیزخوریش همراهش می‌بره. خب اینم از این ماجرا. بله گردهمایی بزرگ، این ماجرای یه مشت بیچاره لهستانی و یه مشت افغانی و یه مشت پناهندار جمع میکنن میارن اونجا، یه مشت پرچم تکون بدن، خانم مریم رجبی هم بیاد یه حرف تکراری بزنه و بره، دوباره بریم. حالا دیگه تابستونه، همه میرن وکیشن، آقای رضا پهلوی میره وکیشن، آقای مریم، خانم مریم رجبی میره وکیشن، آقای رجبی هم چه در بهشت باشه چه در جهنم میره وکیشن تا بخواد مدرسه باز بشه. بعد همه میان یکی یک پیام آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزای ایرانی میفرستن. بعدم یه دفعه میبینی مثلا روز اول مهر، روز جمعه است، میگن نریم مدرسه اعتصاب کنیم. بعد طرف مینیسه احمق، روز اول مهر جمعه بوده، اصلا کسی مدرسه نمیره. سرمایه گذاری شرکت توتال فرانسه آیا خواهد توانست تلسم سرمایه گذاری شرکت های غربی دیگر را بشکند؟ این شرکت توتال نمیدونم چیه، هر وقت یه جایی یه ماجرایی هست، یه اشکالی هست، اینا ریسک میکنن میرن اونجا و سرمایه گذاری میکنن و بعدم از این سرمایه گذاریشون سود خیلی زیادی. مثلا الان ایران امیدواره که بتونه 200 میلیارد یا بیلیون، چه میدونه، والا عدد ها اینقدر بزرگ شده که ما دیگه برایشون صفر نداریم، 200 بیلیون یا هم چیزی دنبال و ماوس ما هم فرار کرد. حالا همون ماوسایی که دمداش بهتر نبود که اگه میافتادم دمشو میگرفتیم میمدیم میبردیم بالا، 20 دلار 30 دلار بده ماوس بی دم بگی، موشی که دم نداره که موش نیست، که فایده نداره، موشی که موش نداره دم نداره موش نیست. بذارید ما ببینیم این عوض میشه، ما تاریخ ماریخ هارم براتون بنویسیم یا که نه. بله این سویچ، بله. خب آقای امید صدیقی اگه هنوز هستی برای من بنویس که تیتر برنامه امروز چی بذارم. اون ویدیویی هم که راجع به فخرآور گفتم، ویدیوی فخرآور و زندان عادل‌آباد شیراز بود که ایشون ادعا کرد در قرنطینه بوده. آقای فرهاد پارسی آمد و گفت آقا زندان شیراز قرنطینه نداره،
شما تو کدوم بند بودی؟ آقای فخرآورم تلفنش قطع کرد و بعدم گفت من که از اینجا رفتم اصلا نمیفهمه، تو که نمیتونی به کسی دستور بدی، مخصوصا اینجا من که آقای مسعود صدر نیستم که از تو پول گرفته باشم، غلام حلقه به گوشت شده باشم. احمق، من که از اینجا رفتم کسی درباره من صحبت نکنه. میگم دیوانه، من درباره خدا تا شیطون صحبت میکنم، آخه تو کی هستی؟ در هر صورت این ویدیوی فخرآور رو ببینید و حالا اگه این دستگاه ما لاکش آزاد بشه بهتون نشون میدم که روی فیسبوک مردم تیوی هم هست، روی فیسبوک خود شخصی من هم هست و این هم از این قانون اساسی آمریکا آغاز میشه با We the People. این عقب افتاده ها رفتن، آقای سینا دبستانی و فضائل عزیزان، فضائل میخنده میگه به من میگه عقب افتاده، اگه عقب افتاده نبودی گولت نمیزدن بری جایی که فروتن ایمانی هم یکیشه، گولت نمیزدن بری جایی که این بابای نمیدونم دختر شایسته ایرانی کیه از پای دخترش داره نون میخوره، یکی گولت زدن آقای عزیزان. حالا امیدوارم پول خوبی گرفته باشی، اگه پول خوبی گرفته باشی بگو آقا پول نداشتم، دانشجو بودم، 10,000 دلار، 5,000 دلار، 4,000 دلار دادن رفتن. میگم آخرین باری که این دوست ما میخواست بیاد اینجا معرفیش کردیم به اون دوتا، آقای نمیدونم دکتر سعید صالحی‌نیا و آقای آذری، این گفت من ماشینم لاستیک نداره، گفتن خب 4 تا لاستیکم برات میخریم. پسر زرنگیه این آقای عزیزان، مطمئنم که پول خوبی گرفته که آمده، ولی اینه اون وی دی پیپل، ما شورای مردم، اصلا غلط. قانون اساسی چرا میگم؟ به این دلیل که دیروز اینجا جشن به اصطلاح تولد آمریکا بود، جشن تولد آمریکایی که آمریکایی‌های اصلی داخلش نیستن، یعنی اون حالا بعضیا میگن سرخپوست، بعضیا میگن نیتیو، یعنی بومیای اینجا، اونا نیستن داخلش و چه خواهد شد نمیدونیم. و ضمناً آمریکا نشون داده که هنوز 250 سال نگذشته تق این روش کپیتالیسم در اومده. 35 تا کشور پیشرفته دنیا، آمریکا تنها کشوریه که مردمش بیمه ندارن. آقای همین امید صدیقی که داری قربون ترامپ میری، قربون ترامپ نرو، این کلمه قربونت برم هم یه تعارف مزخرف بی خوده. قربونت برم کجا قربونش میری؟ به مردی که 71 ساله نشسته اونجا میخواد قربونش بری؟ خجالتم کشی؟ این آدم دروغگوه، نوشته های خودش رو گذاشتن، صحبت های خودش رو گذاشتن، الان حرفایی که میزنه 180 درجه برعکس. آقای ترابی، ایشون گفت من روز اولی که بیام، اولا این چیزی که به اسم میگنش اوباما کر، این اوباما کر نیست، نمیدونم افوردبل کر، یعنی بیمه خدمات درمانی که همه میتونن از پس مخارجش بر بیان. و اینجوریه، میگن تو 30,000 دلار میسازی، اینقدر خرج داری، اینقدر خرج داری، اینقدر خرج داری، 6,000 دلار میمونه، 1,000 دلار در سال بده بیمه. اوکی، اون یکی 100,000 دلار میسازه، اینقدر خرج داری، اینقدر بعد آخرش میمونه 20,000 دلار، تو 3,000 دلار بده برای بیمه. یعنی به کسی فشار نمیاد. ولی این آمد گفت من اینو ور میدارم، من یک بیمه بهتری بهتون میدم، عالی عالی سوپر، من فقط میتونم. بعد اومد بعد 7 ماه الان میگه که آقا من نمیدونستم بیمه اینقدر. خب این دیوانه است، این روانیه، مثل یه مکانیکی شما ماشینت مونده باشه وسط بیابون با زن و بچه، بگه آقا نخواستیم این ماشین، ما سوار اتوبوس میشیم بریم، بگه نه آقا من بلدم درست میکنم. نگهت داره دکتر جلیل عماد، یادته خوردنش تو اون تپه کولیکوش زمان شاه، جاده هامون چقدر امن بود موقعی که برف بود، یک پاسگاه یه چیزی نبود که این مردم بدبخت با فولکس واگنش مونده بود توی تپه کولیکو شیراز، بین آباده و شیراز یا بین آباده و اصفهان یادم رفته دیگه، گورگا اومدن جلو زن بچهش دکتر جلیل عماد خوردن، درست میگم؟ این نادان اینجوریه، مردم میگه ول میکنم بدون بیمه، 22 میلیون نفر بدون بیمه تو هوا تو زمین،
طرف اگر نمیدونم نفسه چی میشه کن اکسیژنشو قطع میکنن، اون یکی داروشو قطع میکنن. اینجوری نیست اون وحی بگی قربون صدقه. به قربون صدقه اینقدر قربون صدقه شاه گفتن جاوید شاه جاوید شاه، اون مرد ما هم در به در. نکنید دیگه بیان یه روش جدیدی کار نکرده آقا. دروغ بر شما، خسته نباشید آقا. سلام، شما هم خسته نباشید. این آقای علی آقا نوشته بود که آقای سوربی من به شما بگم درود یا بگم سلام؟ گفتم آقا هر چی دلت میخواد بگو، تا جایی که بذارید دیگران هم هر چی دلشون میخواد بگن و آزاد باشن. این بده؟ شما بیا از در مهمونی که اومدی تو بگو درود، من میگم سلام، حال شما خوبه؟ هر کی خواستی بری یواشک تو گوشت میگم آقا تو به مامانت هم میگی درود، اگه میگی دروغ میگی. تو به بابات هم میگی درود، تو به برادرت هم میگی درود. ولی به غریبه ها ما رو غریبه ندون، اون چیزی که به دیگران میگی به ما بگو. ولی اگه میگی درود آقا بگو درود، چی میشماره به من چه؟ بله، این کتاب دبستان و دبیرستان کربلا وقتی بذارم رو اینترنت به شما هم لینکش رو میدم و باز هم از اون دوستمون ممنون و متشکرم. بالاخره حالا وقت شد که بریم سراغ پرونده هایی که گذاشتم اینجا. این موصل، موصل که همین شهریه که توی عراق به اصطلاح بعد از چند مدت آزاد شده، اجازه بدین. و دوستان دوباره همون گفتم یه دوست نادانی ما داریم، بهش گفتیم بابا جون این چیز رو از این وری بگیرین برای چی میگن، یک لحظه نمیدونم این چرا قفل شده اینجوری، باز باشه هم نیست. در صورت ویدیویی که گرفتن از این وری جشن و شادی مردم رو نشون میده و دوربینه از این وریه. به دوستم گفتم خیلی خوبه، یه بالش لازم دارم سرمو بذارم، چون این آقایی که فیلم گرفته احیانا به جای اینجوری نمیدونم چجوری گرفته که حالا تصویره از این وریه. حالا ما به مردم میگیم از این وری نمیدونم وارده دیگه این زبان قاصر، این زبان کوتاه، این کم آوردی، ما کم آوردی. ما اقلا به مردم رو راست میگیم بابا کم آوردی، شما اینقدر به ما اذیت میکنین کم آوردی. در صورت این موسیقی بعضی ها میگن که مثل اسمش هم مثل موسل هست، میگن چرا وقتی اومدن اونجا مردم اون شهر پیشواز اینها اومدن. آقا مردم نمیفهمن، اینا دروغشون میگن اونا هم قبول میکنن، چه کار کنن؟ حالا مردم گناهکارن. بعد اومده دیده آقا به زنش و دخترش و پسرش تجاوز کرده و کشته و زده و خوراکش برده و خونهشون خراب کرده، میگه ستون به ستون فرج. یکی دیگه میاد به اون آویزون میشه. بعدم میبینم اون نمیدونم آمریکایی میاد همه چیزای عراقو بردن آمریکایی‌ها. برید ببینید چه بلایی به سر موزه ها، کتابخونه ها. مثلا یه سربازی از ویسکانسین ببینید یک چیز عتیقه آمریکایی رو برداشته آورده، اصلا نمیفهمه چی هم هست. مثلا گذاشته اونجایی که اسلحه‌اش گذاشته، اینم گذاشته پهلوش که جلو اسلحه‌اش بگیره نیفته. اسید اتک این یوکی، تا حالا دیده بودین تو اصفهان، تو شیراز، تو تهران اسید پاشی میکنن و بعد میگفتین که مرده شورشون رو ببره و این چه به اصطلاح کاری که رایج شده و اینها. حاضرید حالا؟ البته میگن این فعلا این ماسماسک ما گیر کرده و ول نمیکنه که ما بیان بهتون تصویر نشون بدیم. واسید ببینید شاید اینجوری، شاید اینجوری بتونم نشون بدم اینجوری. بله این اسید پاشی بایسی یک آقای جوونه، حالا درست ریشی سفید سیان، خود بنده از 21 سالگی موهام شروع کرد به سفید شدن، معنیش پیر نیست. بذار من اینو بیارم اینجا اینجوری بتونم شاید به شما نشون بدم. بله ببینید، بشنوید ببینید کجا رفت، کجایید کجایید، بیایید بیایید. نه این چی شد؟ ای بابا این چی شد؟ اون چی شد؟ سب کنید ببینید. آهان احتمالا عکس این بند خدا رو داره نشون بده. Until my cousin started to scream. I was watching her burning. Next thing you know, I'm burning. Out of panic, I've stripped naked. I've stripped her as much as I could.
I'm dragging her. She's screaming and crying. I'm screaming. I'm kicking on people's doors, banging on doors. She's crying, screaming. خودشو کازینش احتمالاً حالا دختر خالش دختر عمش چون این ام زبان انگلیسی دختر عمه و عمه و دختر عمو اینا همش میشه یک در اصل پسر عمو و فلان نه همش هیچ. میگه که داشتیم میرفتیم و اسید ریختن رو اون سوخته من سوختم و جالب اینه که این بنده خدا مسلمونه و اون یکی دیگه هم دیدین که تو انگلستان یه آقای پیرمردی رفت زد به مسلمونا و دیگه هم هیچ خبری ازش نشد. حالا دنیا داره به طرف کجا میره من نمیدونم. بذارید دنیا رو کنار، بیاین بریم زیر خاک، شاید اونجا آقای رجبی رو پیدا کنیم. نه آقا، دنبال ماهی میگردیم. حالا ملت میگن این سوربی دوشنبه نیومد، چهارشنبه که اومد دیوانه کامل برگشت. نه والا، ماهی زیر آب. ببینید اوپن یکمی اینا با این کلنگی که دارن میزنن و من براتون متنش رو میخونم. حالا درسته غلطه، کلک زدن، ماهی پیچیدن، لای نمد گذاشتن اون زیر جلو این خبرنگار باز کنن، من نمیدونم. نوشته که unbelievable. unbelievable یعنی باور نکردنی. ماهیگیری اون هم زیر خاک و کلوخ خشک و سفت. یکی از شگفت‌آورترین پدیده‌های طبیعت که میتونید تا اکنون دیده باشید در این کلیپ هست. نوعی ماهی در صحرای آفریقا در خشکسالی‌های شدید خودش را در لایه‌ای که از آب دهان و الیاف که از دهانش خارج می‌شود می‌پیچد و مومیایی می‌کند و خود را مدفون می‌کند. در حالت خفته به خواب بی‌نهایت عمیقی می‌رود، به طوری که نه احتیاج به آب و نه خوراک و نه هوا دارد و سال‌ها به زندگی ادامه می‌دهد تا زمانی که باران بیاید و دوباره آب جریان پیدا کند. بومیان محلی گاهی برای امرار معاش آنها را از زیر خاک سفت و محکم خارج و به صورت خوراک استفاده می کنند. پس شما هی نگید آقای رجبی کجا رفته. آقای رجبی رفته زیر خاک منتظر بارونه. خب و اما بهتون گفتم که آقای ترامپ رفت امروز صبح، گویا رسیده و خبرنگار تلویزیون مردم عکس اونجا را الان برای ما فرستاد. اگه بتونم این عکس رو به شما هم نشون میدم که نمیدونم، ما یه روز نیومدیم این برنامه ما تنبل شده نمیذاره عوض کنیم. چرا؟ در صورت اینه، نشون میده رهبرهای کشورهای دیگه. عجبا یا امروز نشون ندم، بذارم براتون یه جمعه این کامپیوترونه یک لیف و صابون بزنیم. دوستان سعی کنید کامپیوترتون 6 ماهی یه بار لیف و صابون بزنید. در این رابطه بهتون گفتم که آقایی هست به نام حمید نصیری از سوئد میتونه کمکتون کنه تو کارهای کامپیوتر، پرسشای کامپیوتر و الی آخر. در صورت این نشون میده که یه عکسی درست کردن، ترامپ نشسته توی گالسکه، از گالسکه هم نه، از این اسباب بازی هست، بچه هم ماشین های پلاستیکیه و خانم مرکل صدر اعظم آلمان داره اون رو میبره به طرف این جلسه ها و اینها. و اون فیلمی رو که ما نشون دادیم گذاشتیم و آقای علی ترابی دوست عزیزمون آمده میگه آقا این فیلم آخوندا ساختن. ببین عزیز برادر آقای ترابی، یادته
اولین نصیحتی که من به شما کردم این بود که شما توی آمریکا برو کلاس انگلیسی و انگلیسی یاد بگی. این In the now، اصلا اسم این برنامه اینه، In the now، یعنی همین الان، اکنون، اینجور. و ببینیم که بله، گوش بده. So remember that time when Trump said this. You will find out who really knocked down the World Trade Center because they have papers in there that are very secret. You may find it's the Saudis. Okay. Well, I couldn't wait to see him call the Saudis out to their faces for being the leading backer of Wahhabi terror group. But no discussion of stamping out this threat would be complete without mentioning the government that gives terrorists all three. Oh boy. Here he goes! Safe harbor. Saudi Arabia. Financial backing. Saudi Arabia. And the social standing needed for recruitment. Saudi Arabia! It is a regime that is responsible for so much instability in that region. Oh my God, is this actually happening? I am speaking, of course, of Iran. Wait a minute. You mean the people who are currently fighting Al-Qaeda and ISIS? Designating Hezbollah as a terrorist organization, which they certainly are. Yeah, also fighting ISIS and Al-Qaeda in Syria. Saudi Arabia and a regional coalition have taken strong action against Houthi militants in Yemen. Wow! Okay, so did you even bother having one of your relatives write this for you, or did the Saudis just hand it to you when you showed up? Assad has committed unspeakable crimes. And the United States has taken firm action in response to the use of banned chemical weapons. Could this get any more embarrassing? Oh, man. Oh, man. بی‌صبرانه منتظر آقای علی ترابی خواهیم بود که ببینیم ایشون از کجا میگه اینو آخوندا ساخته. آقا جون، شماها از بس از افراد شالاتان و دیوونه حمایت میکنید، مردم ناخودآگاه از آخونده حمایت میکنن. یعنی وقتی این خانم رجبی میاد حرف 38 سال گذشته رو تکرار میکنه، میگه مردم تو ایران منتظر ما هستن، مردم میگن آقا کی منتظر شما هستن؟ اونی که میگه آقا کی منتظر شما هستن طرفدار آخونده نیست. آقای ترابی عزیز، شما نوه داری، منم نوه دارم، این قسم و آیه جون بچه و جون نوه رو بذاریم کنار. به قول معروف لوتیگری، از امروز تصمیم بگیر درباره چیزایی که میخوای بنویسی یک کمی فکر کن. یادت میگفتن حرفی که میخوایم بزنیم بیاریم تو دهنمون، دوباره ببریم تو مغزمون، دوباره بیاریم. حالا نوشتن هم همین کاری کنیم، میخوایم بنویسیم، ببریم تو مغزمون، برگردونیم به دستمون، اگه دیدیم اوکی بنویسیم. این چیزی که شما نوشتی اعتبارتون رو کم کرد پیش من. یعنی شما یه آدم شارلاتان که حتی از لحاظ مذهبی، شما اینو از لحاظ مسیحیت به من بگو آیا این مسیحی خوبیه؟ خرابه ها. با این مغزها چگونه انتظار فردای بهتری را در این دنیا داریم؟ دنیایی که هر ثانیه جلو رفته و ما به عقب رفتیم. بایستیم ببینیم چیه. آقای ترشیزی، من قبلا درباره شما در برنامه صحبت کردم، خوشحال میشم برنامه رو بعدا ببینید و بشنوید و نظر شما رو داشته باشیم. ماجرا همون انتخابات که شما گفتید من انتخابات رو دنبال نمی کنم. من گفتم این برای من خیلی تعجب آور بود که آقای ترشیزی بگه من کاری به انتخابات ندارم. خب این ببینیم دوستان، بیایم اینجا. بله ببینید، براتون پخش کنیم. مثلا این که اگر زنی در حال شیر دادن بچه موسیقی گوش بده بچهش زنازاده میشه. ای بابا، ما اینقدر کشیدیم و آوردیم گذاشتیم این ورا اینها. بله بعضی وقتا اینا همون یه حرف کوتاه که میزنن گندش اینقدر زیاده که نگو و نپرس. این هم از این ماجرا. و اما میگه ISIS will lose Mosul and Raqqa, what happens next. میگه خب این حکومت اسلامی
سوریه و نمیدونم شام و نمیدونم عراق، خب حالا موصل و راکا و اینها رو داره از دست میده، بعدش چی؟ دوباره میرن از یه جای دیگه سر در میارن با این اسلحه‌ای که آقای جان مکین داده بهشون، با این پولای هنگفتی که از این ور اون ور گرفتن. یه جایی شنیدم پسرای این اردوغان دیوانه هم مثل که تو خرید و فروش نفت بین آیسیس و نمیدونم نفت سوریه و از این، اصلا آدم تعجب میکن که اینا چقدر خرابن و به کجا میرسین. اونا رو شما داشته باشید. اینجا عکس حیوانایی هست به چه قشنگی، ولی هنوزم این برنامه ما گیر کرده، مثل که امروز برنامه ما اسمشو باید بذاریم گیر کردن برنامه. اینم برای آقای امید صدیقی، ویدیوی ترامپ، حرفای خودش که امروز با عملهای خودش میبینیم 180 درجه فرق میکنه. بازم تشکر میکنم از آقای علیرضا سلیمانی و دوستان عزیز. ما وقتی یه اشکالی پیش میاد خسته میشیم. در اصل اینجا باز یه عکسی گذاشته از یه آخوندی به نام مجید رسولی در ونکوور کانادا که به ریش ملت ایران میخندد. این رو هم من ببینم میتونم اینجوری کوچیکش کنم بیارمش به شما نشون بدم یا از خیرش بگذریم. اجازه بدید اینجوری بله. خب این آقا تو ایران اونجوریه، تو ایران اینجوریه، حالا که اومده تو ونکوور با خانمش اینجوریه. خب این همون چیزی که ما میگیم، آخوندا چرا ریش میذارن؟ که تا یه اتفاق میفته ریشه رو بزنه. چرا عبا میپوشن؟ برای که شما عادت کنی به اون قیافه، ولی اینا تا یه اتفاقی بیفته عبا و عمامه رو در میارن، یه شکل دیگه میشن. شما اگه بیاد تو صف هم وایسی بغل دسته نمیشناسیش. و اما ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. 64 year میگه که 64 سال بعد، یعنی همین روزها CIA آمد دوباره این، حالا دیتیل یعنی مشروع، به صورت خیلی طولانی و مشروع تمام این مدرک چیز رو گذاشته و فیلم ساختن و اینها. منم برای این دوستمون آقای آل احمد نوشتم آقا ما که میدونستیم، ما هم که میدونیم، شما اگه راست میگی اینو تو گوش و تو چشم و تو عقل و تو هوش شاه اللهیا بکن، اونا هستن که نمیدونن. حالا من این فیلم رو هم بهتون ضبط میکنم براتون میذارم تو برنامه ها. پس برنامه ما سوربی، بعد اون آقای ارشاد، بعد کانون آوا، و فکر میکنم کانون آوا این هفته یه برنامه داشته باشه درباره دوباره این نمایش و شو مسخره سازمان مجاهدین که سیاه چند سال همین حرفای تکراری رو میزنن، از عراق بیرونشون میکنن، در میرن میگن پیروز شدی، تو عراق میمونن میگن پیروز شدی. یه اشرف داشتن گفتن ما اشرفی قهرمان هستیم، اشرف رو از دست دادن، حالا میگن ما هزار اشرف هستیم. والا من نمیفهمم، یه دوستی میتونه برای ما توضیح بده این مجاهدین به چه زبانی صحبت میکنن؟ یه جوکی هست، یه نفر میره شکایت میکنه کلانتری، بعد افسر نگهبانی میگه آقا این چه طرز صحبت کردنه، میگه آقا این درست شد دیوانه شد، حالا این میپره، حالا درست شد. خب حالا که درست شد چرا یه دفعه این ور اون ور پرید؟ تلافی میخواست در بیاره. بله در هر صورت اینم رفته پایین تر، اینم میکشیم بالا، خوبه دیگه. اینم مثل تنبون جنبش های مختلف، هر وقت دلمون بخواد میتونیم بکشیمش بالا، هر وقت هم یه وقت پولی چیزی ببینن میتونن بکشنش پایین. همشون هم معمولا وسائل لازم همراهشون هست. در عربستان قانون جدید ساختند که به شدت رفتار فرد را در خارج زیر نظارت قرار میدن. منظورتون خارج از منزله؟ من اول فکر کردم خارج از عربستانه. یکی از مواد قانون که جرم شناخته می شود یا شده بالا کشیدن بیزه ها توسط مردان است که در تابستان آویزان می شود. جوانان و مردان با انتقاد از این قانون آن را کمدی ساختند. حالا ببینیم کمدیش، این کامپیوتر ما عوض شد درست کار میکنه؟ سب کنید یه لحظه.
من نمیدونم چرا این ویدیوهای عربی اصرار دارن اینقدر صداش زیاد باشه. البته خب ماشاءالله میدونید این دوستان عرب حتی همون آهنگ و خوندنشون اینها کنسرتاشون دیدی وقتی میخونه مثلا 30 تا ویالونزن داره، نمیدونم 120 تا تنبک میزنه، یه خواننده داره و الی آخر. این هم در رابطه با قانونی که عربستان سعودی گذاشته که بیزه هاشون رو مردم مردها بالا نکشن. مثلا این بیچاره گاوه که دیگه وضعش خیلی خراب. خب اینم از این. و اما یک لینکی رو یکی از دوستان فرستادن که ببینم. آها، اسماعیل وفا یغمایی، حتما معرف حضورتون هستن. ایشون یکی از مداحین آقای رجوی بودن، یعنی شاعری که رفته به دنبال آزادی و نمیدونم اینها، وقتی سر از عراق در میاره میشه مداح رجوی، شعر برای رجوی میگه، شعر برای خانم مرضیه میگه و اینها با این شعر خوندنا، با این نوحه و مداحی گفتن و فلان اینها جوونا رو اون موقع دیگه الان نه جلب کردن. الان خود آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر و ترانه‌سرا از سازمان مجاهدین جدا شده و برنامه های رادیو تلویزیونی و ویدیو و یوتیوبی رو در چیز میذاره. البته آقای غلام ترشیزی میگه اینها که جدا شدن با برن دیگه خفه بشن. نه آقا، یه زن شوهر یه سال با هم زندگی میکنن، وقتی جدا میشن هر وقت زن رو میبینی بدیای اونو میگه، هر وقت مرد رو میبینی بدیای اونو میگه. شما نمیتونی بهش میگه آقا برو بدیای حسن علی رو بگو. آقای غلام ترشیزی میگه اینا باید برن بدیا. میگم آقا اینا 30 سال تو این قار، تو این اصحاب کف، قاب کف میگفتن، اصحاب رجوی بودن. اینا رو شما مثل یه بچه مدرسه کوچیک نگه داشتید، چیزی یاد نگرفتن. حالا بیاد بیرون بره به جنگ بره به جنگ ملا. خیلی شماها جنگیدید، خیلی پیروز شدید که این بدبختایی که خودشون میگن آقا ما بلد نبودیم تا 3 سال پیش تا 4 سال پیش که از این اشرف و نمیدونم تشرف و لیبرتی اومدیم بیرون، بلد نبودیم سلفون یعنی چی. و شما میگی بره با آخون به جنگه، چجوری بره به جنگه؟ دوست عزیز، فردا جنبش غلام ترشیزی رو را بنداز، من خودم میام پشت سر شما به این دوستانم میگم دوستان بیان بریم. این غلام ترشیزی یا آدم خوبیه، مثل اونای دیگه دروغگو نیست. خب اقلا رهبرمون شما باشین. رودمپ آقای فخرآورم بیار. رودمپ چی شد؟ این نشست کنگره چی شد؟ شما رفتی اونجا دستم دو دستی گذاشتی بالای دست این و این فخرآور با عقاید شما درباره مجاهدا موافقه؟ نمیتونی شما اگه مجاهدی با فخرآور باشی. کارات ضد و نقیض شده. آدم بسیار خوبی هستی، باور کنید، باور کنید. من اگر ثروتی داشتم، اگه مسافرتی بخوام برم، هستی و نیستیم و میسپارم دست شما. اینقدر آدم خوبی هستی، اینقدر آدم صادقی هستی. ولی عزیز من نمیشه شما بگی من طرفدار مجاهدینم که رهبر نداره، طرفدار آقای فخرآورم که فخرآور طرفدار رضا پهلویه، بعدم اینا که اومدن بیرون خفه بشن، بعدم تلویزیون مردم که به اینا وقت داده، تلویزیون مردم که یکی از دلایلی که همین مجاهدین از چیز آمدن بیرون، آقا زنگ بزن به این آقای مختار حسین مختار زیبایی ببین بیچاره رو مگه نمیبردیم اینجا، میکردیمش تو قفس جلو سازمان، جلو وزارت امور خارجه. ببین الان در لاس وگاس دکتر حقوق، 2 تا دکترا داره، تمام بدنش پیچ و موره است. آقای فیلابی بهش زنگ نمیزنه، شما یه زنگ بهش بزن، من شماره تلفنشو برات میفرستم، بگو آقا به پاس خدماتی که کردی تو گرما تو سرما با مکافات با صندلی چرخدار آمدی و رفتی، من زنگ زدم حالت رو پرسم. دوستان تعارف نداریم، از لاس وگاس سوار هواپیما بشی بیای اینجا. من و شما که سوار هواپیما میشیم تا 2 روز جت لگ داریم. من و شما که پاداریم هر وقت میخوایم تو هواپیما بریم دستشویی ماتم میگیریم. ما این بنده خدا فلج
با چرخ با صندلی چرخ دار، ما همش به اشتباه میگیم چرخ صندلی دار، فرقی هم نمیکنه چرخی که صندلی داره یا صندلی که چرخ داره. پا میشد میمد اینجا، آقای فیلابی هم وای میشد بالای سرش عکس میگرفت. حالا میاد تو برنامه میگه آقا این آقای فیلابی دیگه احوال من نمیپرسه، نشون میده که بابا اینها استفاده چیکار میکنن. ببخشید همون مجاهدها میگه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. امروز هدف ما اینه که از لیست بیایم بیرون، سربی میشه وسیله ما. فردا میخوایم چیز کنیم، حسین مختار زیبایی میشه وسیله ما. امروز هم آقای غلام ترشیزی وسیله ماست، یا دانسته یا ندانسته داره برای ما خدمت بزرگی انجام میده. چون آدم خوبیه مردم به گفته هاش اطمینان میکنن و میاد مینیسه. مگه میشه شما از انتخابات و تظاهرات بعدش سال 1388 خبر نداشته باشید؟ انتخاباتی که ایرانی ها کلیم میکنن، مله ها، که این دست آمریکایی و دست خارجی ها توش بوده که شعارها اینجوری به انگلیسی و فارسی نوشته شده، Where is my vote؟ پارچه اصلا انقدر تو بازار پیدا نمیشه، چجوری یه دفعه این همه پارچه آمد؟ وقت شما خیلی ساده برای من مینیسی که من انتخابات رو دنبال نمیکنم. این پالیتیکلی کورکت میشه که نه من اهلشم نه شما. در هر صورت این آقا اسماعیل وفا یغمایی یه مصاحبه کرده و گفته که خانم مرضیه چنین بوده و چنان بوده. خانم مرضیه هم به هر دلیلی که رفت و به سازمان مجاهدین پیوست، خیلی ها میگن که زندگی خودش خراب کرد، اعتبارش خراب کرد، ولی به نظر من اون هنرمند بود، هنرش رو تا آخرین روزهای زندگیش هم داشت. بالاخره رفت آن که رفت، گذشت آن که گذشت و بود آن که بود. امروز من هستم، شما هستید. امروز خانم مریم رجبی هست، امروز آقای فخرآور هست، امروز آقای شمیرانی هست، امروز آقای رضا پهلوی هستن. برنامه‌ای دارن، هدف همشون عالی، میخوان اصلا ایران بشه کره ما. هدف عالی، برنامه چی، وسیله چی؟ دیروز خانم چیز گفته بود، پریروز خانم رجبی گفت ما نه پول میخوایم نه اسلحه. هی گفتن به ما اسلحه بدید، هیچ که اسلحه نداد، اسلحه‌های دستشون هم گرفتن. حالا میگی ما نه پول میخوایم نه اسلحه، به ما جا بدید تو شورای چی میگن، این یونایتد نیشن، سازمان ملل. من برای آقای جو لیبرمن نوشتم، اتفاقا یه عکسی هم با آقای لیبرمن دارم، بذارید نشونتون بدم. اینجا نوشتم که شما باید از خودت خجالت بکشی. من نمیدونم بهت چند پول دادن، ببینمش. نوشتم که بله هستش یا نیستش. بله این هاش پیداش، یافتم. آقای جو لیبرمن در کانستیتوشن هال نبودیم، در پنشن بیلدینگ باهاشم سلام و احوال پرسی و اینها. و این آقا بلند شده تت تاتی 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 رفته. بله بله من امروز صبح برای دفترش نوشتم، رو فیسبوکش هم نوشتم، نوشتم شما باید از خودت خجالت بکشی. سازمانی که مستشارای شما رو تو آمریکا کشت، سازمانی که ایده و عقیدش بر اینه که با کپیتالیسم بجنگه، حالا شما بلند میشی میری اونجا آقا میخوای خونده ها رو بزنی، همه امروز یه بمب بزن همشون رو نابود کن. ولی این درست نیست که این که یعنی چی؟ این سازمانی که 50 سال از عرش خودش رو رسوند به فرش، بس دشمن بنزه کافی پیدا کردیم. دوستان یه بار دیگه درباره مهمان بودن و مخالف بودن توضیح میدن. این آقای جاوید شهافر به نظر میرسه نه انگلیسیش خوبه نه فارسیش خوبه، امیدوارم زبان مادریش که ترکی یا آذری هست خوب باشه. چون ما نوشته بودیم که کیپ می پسته، گفت خب من وقتی میرم رو فیسبوک میذارم، این فکر میکنه فقط رو فیسبوکه که پست میکنن. بعدم درباره مهمان شدن، اگر درباره این چیزایی که من میگم، مثلا وقتی اینجوری میگم آقای غلام ترشیزی با من مخالفه، میاد مهمون من میشه. مهمونم یه بار دو بار سه بار، دفعه بعد که زنگ زد گفت من دارم میام خونتون، شما یک چیزی هم دارید برمیدارید میبرید میذارید تو بیسمنت، میگید آقا دو تا چیپس و یه سالسا و یه هاماس و 12 تا آبجو بگید بیا. درسته؟ مگر اینکه خودش طرف بفهمه بگه سوربی من دارم میام، زندن نون و کالباس و آبجو هم گرفتم، منم میگم اوکی بیا منم چای میذارم و نمیدونم آب یخ. خیلی کارمون خراب،
اون سازمان نوشته ارتش آزادی بخش. آخه خجالت نمیکشین تو نوشتتون مجاهدین داد اور مینیسین ارتش آزادی بخش؟ کدوم ارتش؟ کدوم اسلحه؟ آزادی برای کی؟ از برد دامن کشان رفتم ای نامهربان. رفتم که رفتم به امید دیدارتون روز جمعه احتمالا ساعت 12 ظهر با کانون آوا شروع میکنیم، 2 بعد از ظهر سوربی با مردم، 3 بعد از ظهر آقای دکتر کاظم افشارا، 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران. آقای حسن ارشاد بارها دعوت کردن از بهایی ها که اگر مخالف هستید باشون در برنامه هاشون شرکت کنید. روز روزگار و شما دوستان عزیزان خوش، به امید دیدارتون.